دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. این برنامه اسمش هست سربی با مردم و از آمریکا، از واشنگتن، نزدیکای واشنگتن، ویرجینیا به شما تقدیم میشه. لطف کنید همین اول برنامه بنویسید که صدا و تصویر چگونه است تا ما با خیالی راحت تر برنامه رو ادامه بدیم. خب مدت هاست که دیگه ما نمیگیم اگر کاری دیگه ای دارید که مهمتر از تماشا کردن تلویزیون هست همینجا تلویزیون رو خاموش کنید، کامپیوتر رو خاموش کنید و برید اون کار رو انجام بدید. دلیلش هم اینه که من باور دارم شما وقتی میشینید تلویزیون نگاه میکنید که یا همه کارهای مهمتر رو انجام دادید یا اینکه تنبلیتون میشه اون کارها رو انجام بدید و دنبال یه بهونه میگردید که تلویزیون مردم این بهانه رو دست شما داده. سربی با مردم میاد و 2 ساعت میتونیم با همدیگه وقتمون رو تلف کنیم. خود تلف کردن وقت یه سلیقه خاصی میخواد و اون اختیارش دست شماست که چگونه این وقت رو تلف کنید. بیاید اینجا که از اول برنامه تا آخرش چیزی گیرتون نمیاد و فقط ممکنه یکی دو تا سوال به سوالهای زندگیتون اضافه بشه و مجبور بشین مغزتون بیشتر کار کنه، یا برین جاهایی که در عرض 1 ساعت 90 دقیقه 2 ساعت شما رو آزاد میکنن، کشورتون رو آزاد میکنن، هر کاری که بگید میکنن. فقط باید یک کسی احمق باشه که فکر کنه اینها میتونن یک قدم از قدم بردارن. دیروز داشتم برنامه ای رو گوش میدادم. اولا به بهکام تماس گرفتم، گفتم آقا ما به مردم میگیم بهکام میاد توی برنامه صحبت میکنیم درباره تلویزیونش و به شما یه شانسی میدیم، شماها که هیچ کدومتون جرئت نمیکنید از ما دعوت کنید. بعد هرچی نشستم اینجا نبودی، گفت من فکر کردم شما به من زنگ میزنید. گفتم بابا جون ایمیلت هم که عوض شده. در هر صورت این دوستان هم ماجرایی دارن. بمانه اول برنامه اعلام کنم که از یکایک شما عزیزانی که درباره علی، اون جوان ایرانی که احتیاج به کمک داره، و خانم دکتر زنوسی از نجات کودک و از Save the Children این همت رو انجام دادن که یک فستیوال پاییزی پشت سر ما هم میبینید که عکس پاییزه، اینجا پاییز، یک فستیوال پاییزی گذاشتن همین ماه که اکتبر هست، 30 اکتبر که میشه یک شنبه، و برید حمایت کنید. کارتش هم اینجاست، بلیت هاش دونه 10 دلاره که وارد اونجا بشین و نوشته مدیکیشن دونیشن. شما وقتی کمک میکنید این پولا به اصطلاح 100% درآمد میره برای کمک کردن به افرادی مثل علی که در ایران چشم به راه هستن که کار ویزا و ایناشون درسته، میخوان این بنده خدا نیاد اینجا ولی پول بیمارستان رو نداشته باشن. گویا 20,000 دلار احتیاج دارن و حدود 600-700,000 دلار که مخارج دیگش هست این آمریکاییای کافر بی دین جهنمی قبول کردن که بدن. اونها 700,000 دلار 1,000,000 دلار میدن، ولی من و شما ایرانی حالا میگیم ببینیم این دکتر زنوسی نمیخواد پول ما رو بخوره. بابا دکتر زنوسی و همسرش، ای داد بیداد. همین اول برنامه شروع شد، چهارشنبه 5 اکتبر 2011 برابر با 13 مهر 1390. برگردیم سراغ بهکام. داشتم تلویزیون بهکام رو روزایی که کار ندارم همینجوری دور میزنم که بتونم از این ور اون ور براتون صحبتی گیر بیارم که مثل دوستان مجبور نشیم بشینیم برای شما، مثل اینکه شما سواد ندارید فقط من سواد دارم، بشینم براتون نامه بخونم یا بشینم براتون به اصطلاح اینترنت بخونم. خب دیدم که آقایی هست به نام آقای مازندرانی. سالهاست من ایشون را از طریق تلویزیون‌های مختلف میشناسم، تا اون حد که ایشون در اروپا هست و طرفدار سلطنت هست و طرفدار دو آتشه هم هست. چون طرفدار بودنم یه آتشه و دو آتشه مثل هتل هست، میگیم 1 ستاره 2 ستاره 5 ستاره، اینا هم اینجوری هست. جالب اینه
که آقای مازندرانی چنان به آقای تیمسار روحانی حمله می کرد که نگو و نپرس، و به همین خاطر از بهکام خواهش کردم که اون فیلم رو بفرسته تا من برای شما نشون بدم. یک جا در رابطه با همین آقای عزیزان گفت آقای سرمی من نمیدونم اینها سیستم سیستماتیکشون را افتاده، همشون با هم زنگ میزنن یا یه نفره، دو نفره، سه نفره. تا حالا توی برنامه ها هر وقت شما این برنامه دوشنبه من رو میذارید که الان روی آرشیوم هست، برید ببینید برنامه آقای عزیزان رو، و اینها به من زنگ میزنن میگن که این آقای تیمسار روحانی سنش اندازه پدر بزرگ شماست، شما چرا بهش بی احترامی میکنی؟ در همین رابطه من با آقای بهکام وقتی صحبت میکردم گفتم ببین وقتی یه نفر توی خانواده خودش شروع میکنه دیوانه بازی و افراد خانواده اول سعی میکنن از این و اون قایم کنن که این دیوونه است، مخصوصا ایرانی ها، ولی بعد دیگه انقدر به یه جایی میرسه همه از دستش عاجز میشن و میگن بابا دیوونه است دیگه، چه کار میتونیم بکنیم؟ به همه میگن دیوونه است. بعد میاد تو کوچه میفهمه که آقا این آقا دیوونه است. بعد میاد یه جای دیگه اونا میفهمن که دیوونه است. درسته؟ اجازه بدید من ببینم که صدا و چی میگه. روزت بخیر، صدا و تصویر عالی، من که هنوز ندیدی. من نمیدونم یعنی چی آقا، این جمله رو شما برای من ترجمه کن. جالب، این دوستان ما وقتی هم یه زحمتی میکشن با شوخیایی که میکنن، بله روزت بخیر، صدا و تصویر عالی، من که هنوز ندیدی. باید بگی من همچین تصویری تا حالا ندیدم. ممنونم. جمال عزیز میگه کاکو جون صدا و تصویر خیلی خوبه، با سپاس و قدردانی. منم از شما ممنونم که جمله رو به این سادگی مینویسی، نه خودت رو اذیت میکنی نه من رو. این جمال همشهری ما هست. جمال کسیه که اگر برید روی مردم تیوی و بزنید روی اون مثنوی مولوی میبرتتون توی وبسایتی که خودش نشسته در تنهایی در غربت برای شما از این طریق یه ویدیوهایی درست میکنه میذاره اونجا، شما لذت ببرین، اونم از تنهایی در بیاد و خودمونم از این کاری که انجام میده لذت میبره. خب ممنونم دوستانی که هنوز ما شماره تلفن رو نذاشتیم شما زنگ میزنین، والا من نمیدونم چی بگم. خب عزیز دلم، ما دو روز اینجا رو جارو کردیم، تمیز کردیم، با آقای راج کاپور تو هندوستان زنگ زدیم، اشکال کامپیوتری داشتیم درست کردیم، موهای دوستمون رو کندیم از بس مزاحم شدیم، این کارا رو کردیم، حداقل بذار 10 دقیقه ما حرف بزنیم، بذار ما بگیم سلام، شما بیا شروع کن. در هر صورت بذارید وقتی شماره تلفن ها رو گذاشتیم روی صفحه اون موقع تماس بگیرید. این از امروز چهارشنبه است و روز بخت آزمایی. من پیشاپیش میتونم بهتون بگم که همه برنده هستید، چون آقای سرهنگ عقیلی پور قول دادن که امروز بیان و درباره ارتش صحبت کنیم، و به سوالاتی که شما بینندگان در طی برنامه یا در طی بازپخش برنامه پرسیدید به وسیله ایمیل یا به وسیله تلفن، به پرسش های شما پاسخ بدن. در رابطه با آقای ریچارد کندی که من گفتم ایشون دانشمندی هست که فرمول هایی رو تهیه کرده، تحقیق کرده و اینها، تلفن های بسیار زیادی داشتم و اونهایی هم که زنگ زدن و صحبت کردیم معمولا از من خیلی زیادتر ریاضی و فیزیک و اینها وارد بودن. فردا قراره که با آقای ریچارد کندی باز برنامه داشته باشیم. ایشون گفت که شاید ساعت 2 بعد از ظهر نتونن، به احتمال 99% 11 صبح برنامه خواهیم داشت، و سعی میکنم که از ایشون خواهش کنم برنامه رو یه جوری باز کنن تا با شماها صحبت کنید. مثلا آقای فرید سایی پور 3 شب میگه من نخوابیدم، توی انگلستان میرم درسمو میدم توی مدرسه، کارمو انجام میدم، میام خونه، خوراک که میخورم میرم میشینم روی این فرمولا کار میکنم. تا حالا ایشون 2 تا اشکال به اصطلاح خیلی بزرگ پیدا کرده، میگه که یکی اون عدد ثابتی رو که ایشون به توان 11 یا به توان 10
گفته به توان ماینس هست، که یعنی یه عدد خیلی کوچیکی رو ایشون خیلی بزرگ اشتباه کرده. این یک. دوم این که عدد پی، یادتونه که میگفتیم محیط میشه قطر ضرب در پی، مساحت دایره میشه مجذور شعاع ضرب در پی، عدد 3 و 14 بود، 3 و 14 بود فکر کنم. عدد 3 و 14 رو برای من و شما گذاشته بودن که کلاس اول و دوم بودیم یاد بگیریم، کارمون بگذره. اونایی که هی میرن مرحله بالاتر، پشت این 3 و 14 گویا 8 رقم دیگه ممیز عدد هست. آقای فرید سایی پور ایراد میگیره که آقای ریچارد کندی فقط 4 رقم پشت اعشار رو در نظر گرفته و این باعث میشه که اشتباهاتی به وجود بیاد. حالا سعی میکنیم یک مصاحبه این دو نفر با همدیگه داشته باشن. خب اینم از این ماجرا. من اون روز در مورد کراوات صحبت کردم، ضرب المثل نه، مثال آقای لری کینگ رو زدم که یکی از برنامه هاش این سسپندر یا اون چه میدونم بند تنبون میگفتن، بند تنبون تو ایران میبستن به اینجا که حالا اینجا نمیدونم به اون چی میگیم به فارسی، شلوارم را به شانه هایم آویزان کردن. حالا حتما یکی هم زنگ میزنه میگه آقا این سسپنده که اصلا مال ما ایرانی ها بود، اگه بری نگاه کنیم یعنی کوروش کبیر همیشه 2 تا سسپندر داشته به شلوارش وصل بود. اگه از من بپرسی کوروش کبیر انقدر خوش هیکل بوده که احتیاج نداشته کمربند میبسته، از این کمربند های زرین. بگذاریم، ایشون توی برنامه سسپندرش رو آورد و سسپنشن که میشه چیز، سسپندرش رو آورد و فروخت، $20,000 داد به یه شرکت، به یک انجمن خیریه‌ای. ما گفتیم بیان در رابطه با این بچه ها این 50 تا کراواتی رو که داریم بذاریم اینجا بفروشیم، یکی بخره $10، یکی بخره $30، یکی بخره $100، همین کراواته رو براش میفرستیم ما، همین که اون پوله رو میدیم به بچه های Save the Children، ماینس اون خرجی که باید بکنیم بریم اینا رو پست کنیم، چون کراوات رو وقتی میذاری تو این بسته ها $3 خورده ای به سر تا سر آمریکا، ولی کانادا و کشورهای دیگه نمیدونم چی میشه. این کار رو انجام بدیم. یک خانمی دیروز لطف کرد و تماس گرفت، گفت آقای سوربی من شما این حرفی که زدی یادم افتاده به این که وقتی شوهرم فوت کرد تمام کراواتاشو من ورداشتم، قشنگ باز کردم، اتو زدم، صاف کردم و ازشون یه دامن، یه لباس درست کردم و اون رو میپوشم. هر وقتم اون رو میپوشم یاد همسرم میفتم. من از ایشون خواهش کردم که یه چند تا عکس بفرسته تا ما هم نشون شما بدیم. گفت باشه، من از پسرم وقتی آمد میخوام که چیز کنم. ببین آقا، خب این درست نیست. میگه من 10 دقیقه قبل از برنامه فرستادم که صدا و تصویر خوبه. خب این کار غلطیه، کار اشتباهیه. اگه این کار یه نفر دیگه انجام بده شما عصبانی میشی، شما مسخرش میکنی، ولی خودمون که انجام میدیم هر کاری رو نمیدونم ثواب میدونیم، هر کاری رو تازه بخوام خیلی هم چی کنیم مباح میدونیم چی میدونیم. گفت آقای رنجبر، دکتر رنجبر، کاظم رنجبر، اگر دردم یکی بودی پزشک زیاد می آوردیم. میگم دیگه، اگه دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، این ماجرای ماست. خب آقای سفر عزیز میگه که آها، اون مربوط به این نیست، من از این دوستمون خواهش کردم چون افرادی رو میشناسه که مایل هستن برنامه هایی رو داشته باشن، گفتم بهشون بگو که الان بهترین موقع است. همونجوری که میدونید تلویزیون های آمریکایی هم شروع کردن تمام برنامه های جدید رو نشون دادن، دلیلم دارن، اونا با رقم و عدد و اینها کار میکنن، مثل ما همینجوری هرگلی نیست، مثل آقای وطنخواه نیست بره تلویزیون باز کنه بعد بگه اگه پول ندید من سکته میکنم. و خرج ما $70,000 نیست، خرج ما $50,000. آقا جون اول ببین چند در میاری بعدن برو قد اون خرج کن. این یک کمدیانی هست اسپانیشه، جورج لوپز اگه اشتباه نکنم، آورده بودنش و میگفت که من ثابت میکنم آقای پرزیدنت اوباما اسپانیشه و این پرزیدنت لاتینا هست، بی خود میگن سیاه هست، بی خود میگن پرزیدنت آمریکاست. طرف میگه آقا چجوری این پرزیدنت لاتینا هست؟ گفت ببینید،
تو خونه ای زندگی میکنه که مال خودش نیست، پولی خرج میکنه که نداره، و همه هم بهش میگن این گواهی تولدت یا شناسنامه تو به ما نشون بده. خب این همه اسپانیش هم همین جوریه. این ماجرا، حالا این ماجرای تلویزیونای ما هم که جمعه بیشتر در موردش صحبت بکنیم دقیقا همین جوریه. دوستان اگه زنگ میزنید به دلیل اینکه ما پول اون تلفن ها رو نداشتیم و قطع کردیم، بعد از 3-4 تا زنگ میره رو پیام و باید صدای دلنشین سربی رو گوش کنید که به اشتباه و غلط میگه این برنامه زنده نیست و پیام بذارید. و بدبختی این که بعد از برنامه من میبینم 30 تا پیام گذاشتن. یعنی ما هر کاری میکنیم یه جای دیگهش خرابه، مثل یه خونه خرابه میمونه که شما میای میری یه پنجره میخری میذاری اینجا، امشب که میخوای بخوابی سقفشو باد میبره، فردا میری سقف میخری میاری میذاری لوله آبی پاره میشه، پس فردا لوله های آبی رو درست میکنی، تمام برقات اتصال میکنی. خدایا این خونه خراب از ما نگیر. اگه این خونه خراب از ما بگیری، این دوستان که درست سر ساعت 2 مثل کفترهای این مساجد و نمیدونم حضرت امام رضا دور میزنن همینجوری دنبال سربی میگردن کجا برن، ولی هیچ کدومشون قدر این خونه خراب رو نمیدونه. سربی هستن، بفرمایید. خب عزیز من درود بر شما. همین شما گفتی درود معلوم شد که چقدر فارسی پیکسرشتی هستی، از نیکسرشت هم گذشته. شما هنوز یاد نگرفتی صدای تلویزیون تو کم کنی؟ برو وقتی یاد گرفتی بیا. مرس. Great picture, good sound, colorful background, very refreshing look. مرسی مرسی مرسی. ممنونم سعید عزیز. بله امروز وقتی رفتم دوش گرفتم اومدم بیرون گفتم چرا دوستان به ما میگن سربی داری کچل میشی، نگاه کردم دیدم راست میگن. ما برای که فوری تا دوش میگیریم بیان جلو اینجا بشینیم، دستمون رو یک کمی جل میزنیم. جل هم این چیزایی که مثل روغن وازلینه، میزنی موها هر دو ستایش میچسبه به هم. حالا ما موامون کم شده، ما اینجوری کمترش هم میکنیم، اینه که اینجوری میبینید. و الا ماشاءالله هنوز پرپشته. درسته از اینجا دارم خوش تیپ میشم، ولی هنوز از اینجا شروع به فکر کردن نکرده. ماجراشو براتون گفتم که به یه نفر گفتن اینایی که موهاشون میریزه چه شخصیتی دارن، گو اینایی که این جلو میریزه خوش تیپن، خوش تیپ میشن، اینایی که پشت میریزه فکر میکنن، خیلی فکر میکنن، آدمای فعالی هستن. گفت اونایی که هم جلوشون ریخته هم پشتش میریزه فکر میکنن خوشتیپن. اینم از این ماجرا. ممنونم سعید عزیز، ممنونم از تمام ایمیلایی که دادی. و بریم سراغ کامران. با سلام به شما آقای سربی عزیز و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه کاکو سربی، امکان دعوت از عبدالله موحدی کشتگیر قهرمان ایران در برنامه هست؟ البته که هست، در تلویزیون مردم به روی همه بازه. حالا یه چیز جالب براتون بگم، من بعض وقتا که میگم ملت میگن آقا خونه تو کجاست، هر وقت میگیم امیدوار میگی از این ور بریم میشه امیدوار، از این ور بریم میشه این، از این ور راست میگی دیگه، اینجا خونه ما مرکز زمینه. عین ملا نصرالدین گفت میگی نیست مت کن بیا. یه دوستی دارم هر وقت میخوام بریم یه جا میگی بیاین از در خونه ما بریم، خونه ما سر راهه. میگم بابا جون شما ممکنه خودت سر راهی باشی ولی خونت سر راه نیست، و این چجوریه؟ ما شمال میخوایم بریم خونه شما سر راهه، جنوب میخوایم بریم خونه شما سر راهه. آقا خانم این نورت ساوت ایست وست رو یاد بگی. از این و 2 مایل که بری خونه آقای فیلابیه، از همین و حدود 8 مایل 9 مایل که بری خونه آقای عبدالله موحده. آقای عبدالله موحد تا چند سال پیش که کار میکرد و هنوز بازنشسته نشده بود، خب بنده سعادتی داشتم هر وقت میرفتم هرندون یه سلامی هم به ایشون میکردم. ایشون الان سالهاست که دیگه بازنشسته شده و متاسفانه شنیدم با وجودی که هر روز صبح میره راهپیمایی اینها، چند مدت پیش بنده خدا زمین خورده بود. و من این ایمیل شما اینجا مینویسم که یک احوالی از ایشون بپرسم، و حتی اگر ایشون اجازه بده من دوربین رو ور میدارم و میرم منزل ایشون یه چای میخورم و باهاشون یه مصاحبه‌ای میکنم تا هستن اینها باید قدرشون رو بدونید. شاید این یه دلیلی بشه که آقای فیلابی رو ور دارم و با خودم برم اونجا.
آقای فیلابی و آقای موحد دوستان قدیمی و دوستان خیلی خوبی هستن. بعضی وقتا شما به خاطر شغلت مجبوری یا با یک کسایی دوست میشی، بعضی وقتا دوستیت از این حد بالاتر میره، دوستی اینها از این حد و حدود بالاتر رفته. دوستانی که از دیشب تا امروز صبح زو من رو کچل کردید به خاطر برنامه دکتر محیط، دکتر محیط برنامهش رو من از پیام افغان گرفتم، بر روی یوتیوب گذاشتم، برای آقای کوین لینکش رو فرستادم، امیدوارم کوین هم لینکش رو بذاره روی آرشیو. ولی شما یاد بگیرید اگه اونجا هم نیست هنوز، برید روی عکس دکتر محیط بزنید، وقتی میبرتتون توی اون یوتیوب این بغلا نگاه کنید، همه یوتیوب ما اونجاست، با تاریخش اکتبر 4 رو نگاه کنید. خب دوستان عزیزی که تا 2 ساعت برنامه ایشون دیر میشه 20 تا تلفن میزنید، خب 20 تا $1 کمک کنید که ما به آقای محیط نگیم آقا ما نمیتونیم برنامه های سه شنبه شما رو بذاریم. کجاست همتتون؟ $1 نمیتونید خرج کنید و میخواین مملکت رو بگیرید، مملکت رو آزاد کنید. بابا اونایی که این کارا رو کردن از جونشون گذشتن، از اون چیزی که داشتن گذشتن، ریسک کردن، اومدن رسیدن و حالا دارن میخورن و میبرن و استفاده میکنن. این آقای بهمن بیگ آدم بسیار جالبی، دیروز برای من نوشته بود، یه چند روز ایمیل رو هم ننوشتیم، دیروز نشتود آقای سربی شما میانت با یه دولت خدمتکار ملت چیه؟ من نوشتم چون بعد از 55 سال عمر به این نتیجه رسیدم که امکان نداره در کشوری که من و تو ملتش هستیم دولت خدمتکاری بیاد، بنده قید اون مملکت رو زدم. حالا میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون. فعلا از ایشون جوابی نشنیدم، چون ایشون مثل که روزا وقتی ما برنامه داریم سر کار هستن و بعدن میان. خب باز بریم سراغ این دوستمون ببینیم چی میگه. بله بله، مثل که رفت صدای تلویزیونش رو کم کن. ما میخوایم یه صندلی بخریم برای اینجا، یه صندلی های جدیدی هست که مثل توریه و برای کمردرد و اینها خوبه. زمین وقتی میشینی 14 ساعت 12 ساعت 10 ساعت کارهای انجام بدی عرق نمیکنه. رفتیم رو اینترنت زدیم دیدیم او به قول این خوزستانی ها خدا رو کولت ولک $600 $800 یه صندلی. گفتیم آقا این خانه خرابه ما اگه اون صندلی بذاریم توش که میخندن ازمون. ما باید یه کرسی، مال قهوه خونه بود، چهارپایه‌ای کوچیکی بود، یکی انقدر بود که می نشستی هم تازه انگار نشسته بودی رو زمین. بفرمایی. بفرمایی دوست عزیز. بفرمایی دوست عزیز. سوربی جان میخوایدم یک ببینید. یک آدمی به این احمقی. اون وقت شما فکر میکنید همه ایرانیان مثل خودتون باشعورن. همینجا اشتباهتون هست. که فکر میکنید همه مثل شما هستن، همه مثل شما تمیزن، همه مثل شما مرتبن. نه دیگه، داریم آدم های احمق هم داریم. اون احمقا رو هم توی حساباتون به حساب بیارید، میشه مثل همون 6 تا عدد پشت ممیز، ممکنه نتیجه هاتون تغییر کنه. خب دکتر محیط رو گفتم، کراوات رو گفتم. هر کسی مایل هست این 50 تا کراوات رو که از سال کی خریدم من اینا رو؟ از 86 که اومدم اینجا، یکی دو تاش مال آلمان بوده، باقیش رو اینجا خریدم یا بعضی دوستان برام فرستادن، فامیل، همسر، بچه هم برام کادو گرفتن. اینا رو اگر یه کسی همه رو با هم بخره، دید و ندید که دیگه کار ما رو راحت کرده، بگه آقا من 50 تا کراوات رو میگیرم، ما یه نامه قشنگ پرینت میکنیم میفرستیم، از تشکر میکنیم که یه جای پولی دیگه یه بارم با پولت پست بدیم و باقیش هم بدیم به این بچه ها، بدیم به علی مخصوصا، Save the Children. و من متاسفم که خانم زنوسی توی مسافرت هستن و ما از لحاظ اداری شرکت هایی که حتی کار خیرم انجام میدن کاراشون میلنگه، ردیف نیست. من برای ایشون نوشتم که این کپیتال وان اکانتی که فرستادید، دوستان زنگ میزنن
و من میدونم مطمئنم که اگه این شماره حساب و راوتینگ رو بدم، بعد زنگ میزنن میگم رفتیم بانک، سویفت نمبر میخواد، برانچ نمبر میخواد، از این مکافات ها. اینا رو کامل از بانکتون سوال کنید بفرست. خب این بنده خدا هم یه تنه باید هزار، یک سر و هزار سودا، رفته مسافرت، تا از مسافرت برگرده سعی میکنیم یه مصاحبه ای داشته باشیم با یکی از دوستانی که دست اندر کار هستن و از طرفی سعی میکنیم که این حساب بانکی رو چیز کنیم. تا اون موقع اگر مایل بودید برای اینکه یه وقت یادتون نره، با همین مردم تیوی برید روی مردم تیوی.com، اونجایی که نوشته buy now، یعنی به انگلیسی یعنی بخرید، الان بخرید، بزنید، یادتونم باشه از سمت چپ باید شروع کنید. توی اون اتفاقا بنویسید علی، بنویسید علی، بنویسید ایران علی، بنویسید علی ایران، بنویسید چایلد، بنویسید یه چیزی شروع کنید. بعدم هر قد میخواین پول بفرستید، $10، $100، $1000، بلافاصله توی باکس دومیش بزنید و باقی رو ادامه بدید، و چه حساب داشته باشید با پیپال چه نه. دوستان اگر کسی $100 میفرسه، تلویزیون مردم نمیتونه $100 بده به علی، چون پیپال $6، $4، $5ش رو بستگی به این که شما از کجا میفرستی بر میداره. همین دوستمون کامران میدونه، اون وقتا که گاهی وقتی کمک میکرد، مثلا یه دفعه فکر کنم $1 فرستاده بود، 60 سنت رسید به دست ما. حالا چرا $1 رو اینها دیگه من نمیدونم، بعضی وقتا دوست دارن امتحان کنن ببینن چجوریه، اینا فرق میکنه. خب من امروز برای شما یه آگهی میذارم که این آگهی خیلی سر و صدا برپا کرده در طی چندین سال گذشته، در مورد یک کمک خلبان اسرائیلی است که 21 سال پیش مفقود شده و ما الان هم دو تا بنر روی مردم تیوی.com داریم که میتونید بزنید رو اون چیز کنید به اصطلاح اگر اطلاعاتی دارید، هم این آگهی رو ببینیم و برگردیم. کمتر از یک دقیقه است، میخوام این آگهی رو به عنوان موضوع برنامه شما در موردش صحبت کنید. پس با هم ببینیم و برگردیم. Born to Freedom بنیاد انسان دوستانه برای کشف مفقودین است. در سال 1365 رون ارد، کمک خلبان اسرائیلی در لبنان به اسارت گرفته شد و بیش از 20 سال است که خانواده‌اش برای دیدنش لحظه شماری می کنند. ما معتقدیم که همه برای آزادی به دنیا آمدند و حاضریم $10 میلیون برای اطلاعاتی موثق درباره رون ارد بپردازیم. اگر همچنین اطلاعاتی دارید با این شماره تماس بگیرید و با $10 میلیون آینده خود و فرزندانتان را تأمین کنید. این مرکز تلفنی دارای تکنولوژی پیشرفته به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی است. شما همچنین می توانید از طریق این سایت با ما تماس بگیرید. یک تماس برابر $10 میلیون است. کاملا محرمانه. تی وی باکس ارائه نوین از کمپانی ITC. ممنونم از شما. بله، توی این آگهی میگه ران آراد در 21 سال قبل موقعی که رفته بوده روی آسمان لبنان، هواپیماشو زدن و فردای اون روز یا ماه بعدم باهاش صحبت کردن و بوده، بعد از اون هیچ خبری نیست. و اگر شما خبر دارید باهاشون تماس بگیرید و $10 میلیون جایزه بگیرید. ضمناً میگه ما وبسایتمون هم خیلی سیفه، تلفن هامون خیلی سکیوره، اصلا لازم نیست شما مشخصات بدی. و اینجا رسمه، جایزه میذارن، میگن اگر اون خبری که شما میدید منجر به دستگیری فلان بشه یا منجر به آزادی فلان بشه یا منجر به پیدا شدن اون چیزی که ما دنبالش هستیم بشیم، ما جایزه شما رو میدیم. این رو ما دو روزه داریم پخش میکنیم. خب تلفن های خیلی زیادی اینجا میشه که چرا اینو شما پخش میکنید؟ میگم چرا پخش نکنیم. میگه که شما میدونید اینو چرا پخش کردن؟ میگم نه، من عقلم نمیرسه، منتظر یه آدم باهوشی مثل شما بودم. میگه اینا میخوان نمیدونم نشون بدن که قدر و ارزش سرباز اسرائیلی $10 میلیون، سرباز فلسطینی بی ارزش. گفتم خب تا اینجاش که شما دارید درست میگی،
$10 میلیون آوردن، ضمن ایشون سرباز نیست، ایشون کمک خلبانه. کمک خلبان یعنی خلبان کم سابقه، کم سابقه تر از کاپیتان اصلی. و خب این که شق القمر نبود، دنبالش رو بگو ببینیم. میگه آره. یه دلیل دیگه ای که به شما اینو میدن، اینو به تلویزیونای میدن که طرف خیلی ممکنه صحبت کنه راجب اسرائیل و اینها، به این وسیله میخوان خفش کنن. گفتم قربونت برم، اینو تو تلویزیون پارس، تلویزیون امید، چیز امید امیدوار، تلویزیون E2 و تلویزیونای دیگه من سالهاست دیدم و اینم درست نیست. میگه آها، چرا اسرائیل میخواد اینقدر پول خرج کنه برای که اینو بگیره؟ لابد داشته یک کار سری میکرده و خودش فرار کرده. گفتم آها، این فیلم جانی داریل شما میگید خیلی جالبه. حالا نظر شما چیه درباره این؟ من نمیدونم، وقتی ما درباره یه چیزی نمیدونیم، ساده تر نیست که خودمون راحت کنیم بگیم من که اونجا نبودم، نمیدونم. من وقتی این هواپیما رو زدن، اون دکمه رو زد پرید بالا، نجات اومد یا گرفتنش، که من نبودم، خبر ندارم. و اگر میدونیم هم، حالا دو تا تصمیم داریم: یا با دولتی که اینو گرفته دستگیر کرده موافقیم صدامون در نمیاد، یا با اسرائیل موافقیم و صدامون در میاد، میگیم آره من اینو پریروز دیدم، مثلا توی لبنان بود، توی فلسطین بود، توی سوریه بود، توی ایران بود، و میریم از اونجا. من نمیدونم چرا ما میگن سری که درد نمیکنه چرا بهش دستمال میبندیم. اینم از این ماجرا. خب بهکام رو روز جمعه اگر تلفنش خراب نباشه، ایمیلش قاطی نکرده باشه، حال خودش خوب باشه، میاریم چند دقیقه با شما صحبت کنه و درد دلش رو بگه. من فکر میکردم خب این تلویزیون بهکام که فقط طرفداران سلطنت هستن اونجا، پس چه بهشتی داره دیگه، مثل مال ما نیست که این یکی بیاد بگه آقای محیط رو قطع کن، اون یکی بیاد بگه آقای میرزا آقاسی رو قطع کن، اون یکی بگه اون. دیدم نه بابا، اون بنده خدا همین مشکلات رو داره. اینم از دوست عزیزی که گفته بود همشهری منه و خودش رو به اسم لور معرفی کرده بود. البته بارها بهتون گفتم این استان فارس و شیراز و قشقایی ها، مخصوصا قشقایی ها وقتی کوچ میکنن میرن تا یاسوج و اینا، استان لرستان، میرن تا نمیدونم طرف های کوهکیلویا و بویرحمد، میرن تا طرف های خوزستان، میرن بوشهر، بعد برمیگردن از اون ور میرن پایین به طرف جنوب. در هر صورت اینا خودشون رو همون واقعا همه جای ایران سرای من است میدونن. خب دوست عزیز، شما زنگ زدی، پیغام گذاشتی که من برای آقای شایان کاویانی پیغام میذارم، جواب نمیده. اگه آقای شایان کاویانی تلفن دستیش رو مثل من مثلا نمیداد، بله شما سوربی رو نمیتونی پیدا کنی، زنگ میزنی به شایان کاویانی، میگی شایان این شماره منه، بده به سوربی، به من بگو زنگ بزنه، چون من سلفون سوربی رو ندارم، هرچی هم به استودیو زنگ میزنم جواب نمیده. ولی وقت بنده خدا شماره سلف، شماره خونه‌شو داریم، شماره استودیوشو داریم، شماره سلفون آقای شایان کاویانی هم داریم، این کار شما به نظر من اشتباه بوده. دوم از اون، شما میگی حالا به من زنگ بزن، من میخوام باهات خصوصی صحبت کنم. خب شماره تلفنتو بذار. شما وقتی شماره تلفنتو توی 5 دقیقه، 1 دقیقه، 30 ثانیه زحمت نمیکشی بذاری، من باید بیام نگاه کنم ببینم این پیام کی فرستاده شده، چه ساعتی، برم تو تلفنامون نگاه کنم، مثلا الان نوشته 51 نیو کارز، اینو من 3 ساعت هم نیست از اون کامپیوتر آوردم گذاشتم این کامپیوتر، 51 نیو کارز، هی باید بگردم تو اینا پیدا کنم. البته اینو دروغ بهتون میگم، خداییش ما این سیستمی که داریم، پیاما وقتی میاد، ساعت که میاد، اگر شماره تلفنی باشه که طرف این آدمیزاد شمارشو گذاشته باشه باهاش میاد. ولی دوست عزیز، من زنگ میزنم اونجا میگه کلینیک، یه خانمی دکتر جواب میده. خب شما اگر خیلی ها هستن از فکس ماش، آها یه دوستی داریم که لهجه داره، من نمیدونم ایشون خارجی آمریکایی کجایی، لهجهش مثل کرداست ولی میگه من فارسی اونجا بودم یاد گرفتم، شما هی زنگ میزنی شمارتو نمیذاری، اون شماره که زنگ میزنم من فکس ماشینه،
خود من هم این کارو میکردم برای که تلفنم آزاد باشه. اون موقع قرن بیستم وقتی فکس ماشین داشتیم میرفتم اونجا فکس رو بر میداشتم با تلفن فکس صحبت میکردم، ولی همیشه یادم بود به اون طرف اگر پیغام میذارم بگم مثلا آقای ایکس، خانم ایگرگ، لطفاً به این شماره زنگ بزنید. ای داده بیداد. امنم از انگلستان، من اگه هر روز راجع به پیامگیر و تلفن صحبت کنم باز این رو ما باید بگیم. اون کسی که میگه شما هر یک شنبه بیا کلیسا، اون کسی که به شما میگه هر روز نماز بخون، میدونه که ذات بشر فراموشکاره و باید همین جوری بهش بگن. حالا یه مثالی هم میزنیم که در مثال مناقشه نیست. میگن فیل و فیلبان، باید فیلبان همین جوری این چکش کوچولو رو هی بزنه تو سر فیل که فیله بدونه تو هم ممکنه 2 تن 3 تن وزنت باشه، ولی این پسر هندیه 50 کیلویی نشسته اون بالا و باید به دستور اون باشی. حالا این چکش، این راهنمایی هست که ما میگیم آقا تلفن رو اینجوری استفاده کن، پیامگیر رو اینجوری استفاده کن. تا چند لحظه دیگه من شماره تلفن ها رو میذارم و از شما بینندگان عزیز ایرانی که هنر نزد ایران است و بس، البته عوض شد، هنر نزد ایرانیان بود و بس. ممنونم از پسر عموی عزیزم کمال که این رو برای من فرستاده. بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. هنر نزد ایرانیان بود و بس یه مقداری طولانیه، ولی به دیدنش میارزه، چون شرح حال رادیو تلویزیون های ایران رو الان برای من و شما که نشستیم اینجا توضیح میکنه، تشریح میکنه که این ور دنیا اروپا چه خبره، آمریکا چه خبره و توی ایران اینا چه خبره. با هم ببینیم فردوسی نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه و چرا من میگم هنر نزد ایرانیان بود و بس. برای اینکه این رو متوجه بشید با هم این فیلم رو ببینیم و برگردیم. شد. قلو سنگ ابن جاز قلیش ابن توسی، بگو ببینم فردوسی کجاست؟ نمیگویم. تازیانش بزنید. میگویم دوتا کوچه بالاتر دارد تلویزیون نگاه میکند. به راستی چنین است؟ عجبا و اسفا، این دیگر چه مجموعه بیمزه است. ببینیم شبکه 2 چه دارد. امشب یک بار دیگر یکی دیگر از اساتید سوپر برجسته رو که از دانشسراهای مختلف جهان دارای مدرک هستند، ایشون رو دعوت کردیم به این برنامه تا با من گفتگو بکنند و مصاحبه بکنند. خب جناب استاد، ترجیحاً من هرچه که میفرمایم شما تایید بفرمایید و بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید. حیرتا، برویم به کانال 3 ببینیم چه خبر است. بازیکن دومی دریبل میزنه و خب من از کاریت هم که این تصویر رو نگه داری چند لحظه با هم ببینیم، معرفی کنم این بازیکنیو که به هر حال در سمت چپ مهدی مهتوی کیا داره مهدی رو میپاد. یه جوری 12 سال پیش به هر حال بچه‌اش پاش رفته رو صابون و نگران بود که صابونی هم یه جوری معروفه در اردوهای تیم فوتبال کشورش هم کسی باهاش هم اتاق نمیشه، چرا که تو خواب راه میره. بگذاریم حالا این اطلاعات اینترنتی، این هم میخواد رد کنه آیا مفر یا نه، که به هر حال رد میکنه مهدی مهتوی کیا از جناح راست. دیگه باید ساد کنه، ساد میکنه مهدی مهتوی کیا. این هم چهره خودم و... مهتوی کیا بود که به حال معلوم نیست که از سمت راست حرکت کنه یا سمت چپ حرکت کنه، تو باز به هش آسمون میره.
علی دایی گیر کرد بین چهار نفر و طبق معمول موفق علی دایی با ضربه سرش پشت برویم به کانال چهار. حافظ میگه که گل در بر و می در کف و مشوقه بکام است. بکام از زمانی که در رئال مادرید قرار گرفت دیگه اون بکامی نبود که تو منچستر بود. یه شاعر انگلیسی میگه www.yahoo.com. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجا یه جایی که شما میری توش هر چی میخوای به دست میاری. حالا یا از اینترنتش میری یا از اون اینترنت میری فرق نمیکنه، ولی به طور کلی هر چی بخوای به دست میاری. یا میگه تو بگو چی میخوای تا من بهت بگم چی میخوای. یعنی ما اونو به دست تو میدیم به قول مرحوم پدر. و بنابراین باز هم شما وقتی یه جایی باشه که بگی هر چی بخوای به دست بیاری، این زمانی که شما قوی تر میشی و هر چی هم بخوای قوی تر بشی، خب صد البته هر چی مقصود لطیف تر و ظریف تر و جمیل تر و سخیف تر باشه، طبیعیه که بعد خب فیلتر شکنم قوی تر بشی. هی هی برویم به شبکه تهران ببینیم چه میگوید. نهای پروین شایعه شده که شما به گفتید راسته؟ بکی در این اتون داور بپرسین، در این اتون تماشاچی های بپرسین که شعار سر داده بودم همش دید. باید شما که بشه و یه نکته مهمتر از همه این که این وقتی یه از من توقع نداشته باشین که بهتون نگم. حیرتا حیرتا دریغا اسفا واقعا حیرتا. ببینیم شبکه خبر چه خبر است. بزرگترین جوراب دنیا امروز توسط هموطنان تهرانی ما در محله جردن ساخته شد. 7000 نفر در زمانی به مدت 16000 ساعت و 47 دقیقه و 24 ثانیه بر روی این پروژه بزرگ کار کردند و موفق شدند دیگر بار نشید مردانه قلنج کمر عالم را بشکنند و زپند زاغ زمانه را بدمند و برای بارمین بار این گنده مغزهای یگانه بر سراکش قله‌های قندان ضمیر افق‌های واز موفقیت را در ببرند و از سراچه جان تا جوراب گران را شبانه بغلتند و یک بار دیگر نام ما را بر سقف آسمان بکوبند. من خبرنگار اعزامی اوشونفشم همینک در خدمت سرگروه این گروه که نامشان دمت گرم است هستیم و ازشان میخواهیم بیشتر توضیح بدهند. وای 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 اسفا، عجب حکایتی است. خانم؟ بله. خانم جانم ابوالقاسم، در قفسه کتابخانه طبقه سوم سمت راست جلد پنجم شاهنامه را بردار، فصل چهاردهم خط نهم بیت شانزدهم مصرع دوم نوشته هنر نزد ایرانیان است و بس. آن است را خط بزن و قلم بگیر، به جایش بنویس بو. خب ممنونم از کمال عزیز و اون کسی که این رو ساخته، کار بسیار قشنگی انجام داده. دیگه فردوسی هم صداش در اومده، به دخترش میگه که کتاب رو بیار، خط فلان صفحه فلان، اونجا اون شعری رو که من گفتم هنر نزد ایرانیان است و بس عوض کن و بذار هنر نزد ایرانیان بود و بس. یعنی گذشت دیگه، صفحه شاهنامه رو ببندید، صفحه امروز رو باز کنید، ببینید زندگیتون کجاست، فردا کجا میخواین برین، برنامه بریزید، نگاهی دوربرتون بکنید ببینید چند نفر همراهتونن، از اونجا برید جلو. اگه دیدید کسی همراهتون نیست، حتی خانواده خودتون، یواش برگردید بی سر و صدا، بدون اینکه آبروتون رو ببرید، مثل تیمسار روحانی همینجا زندگی کنید، حقوق خوبی هم بهتون میدن، بیمه و اینها. و باور کنید ما که از دو تا رژیم خیری ندیدیم، من فکر کنم رژیم بعدی هم بیاد به عمر من و شما چیزی نمیرسه، بعدی بهمون نرسه، خوبی بهمون نمیرسه. سربی هستم، شما بفرمایید. الو بفرمایید. الو سلام، منم. آها لطف کنید بعد از برنامه زنده زنگ بزنید که بر رو پیام بگید. از شما عذر میخوام، ببخشید. بله دوستان عزیز، بذارید من از این دوستون عذرخواهی کنم، چون بهشون گفتم که زنگ بزنید پیام بذارید. این دوست ما یک افغانی هست که بهتون گفتم که با لهجه شیرینش صحبت میکنه، لطف کرده و من هر وقت زنگ زدم رفته روی فکس ماشین. توی موقعی که من اون فیلم رو نشون میدادم هنر نزد ایرانیان بود و رفت بود و بس،
ایشون زنگ زدن گفتن که من میخوام 2 دقیقه یک نوشته ای رو بخونم. دوستان توجه کنید، وقتی شما میخوان یه نوشته ای رو بخونید و منی که اینجا نشستم نمیدونم چیه، 2 تا اتفاق میفته. یا وقتی که شما میخونید همه ما حوصلمون سر میره و منم همینجوری نگرانم که تو این نوشته به کی میخواین چی بگید. خب پس برای که من نگران نباشم، حوصله مردم سر نره، این دستگاه پیامگیر رو به نحو احسن از استفاده کنید. 2 دقیقه 3 دقیقه یه چیزی رو که قبلا خوندید دوباره بخونید. ما دیدید، یعنی آرشیو ما شاهد ماست، شاهد زنده است که بارها 10 دقیقه ربع ساعت 3 دقیقه 5 دقیقه دوستان پیام گذاشتن: مسعود کجایی؟ آقای مسعود میرزا شما کجایی؟ هم اسمشون سعید و مسعود و مبارک و اینجوری. خب اینا پیام میذاشتن، نوشته های خودشون رو میخوندن و ما هم چیز میکردیم. شما لطف کنید زمانی که امروز برنامه آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور شروع میشه ساعت 5 بعد از ظهر، زنگ بزنید و اون نوشته رو بخونید. من هم اگر نوشته ای باشه که به کسی خدایی نکرده، فکر نمی کنم شما کسی که به این قشنگی صحبت میکنه توهین کرده باشید اینها، پخش میکنم. و این هم به اصطلاح کاری هست که تلویزیون مردم قول داده و انجامم داده. خب امروز وقتی آگهی ها رو پخش میکنم، شما شاهد 2 تا آگهی جدید خواهید بود. یکی همون آگهی که مربوط به ران آراد هست، کمک خلبان گمشده اسرائیلی، و یکی راجع به همای و مستان. این کنسرت رو من وقتی که سیدی قدیمیشون رو، مال اون آخرین سیدی که داشتن، میذارم، واقعا بعضی وقتا اصلا فراموش میکنم کجا دارم میرم و باید خیلی مواظب باشم. یعنی چنان من رو میبره توی حال احوالی، توی دنیای دیگه، که مطمئنم شما هم با من هم عقیده هستید. حالا یه سری آهنگ جدید و از اون مهمتر و بهتر دارن میان توی این منطقه واشنگتن. از اون باز مهمتر و بهتر اینه که برگزار کننده کیه؟ CSI Art. این CSI به شوخی به آقای بزرگمهر میگیم بابا این چیه؟ CSI میدونید که چی میشه؟ Crime Scene Investigator یا Investigation. یه اسم فیلم چیزم هست، csiarts.com، و 20 نوامبر در واشنگتن. تا حالا هر وقت اینا برنامه گذاشتن، چه خانم سیما بینا بوده، چه اون خانم اعظم علی بوده، چه دیگران در این منطقه، من دیدم برنامه هاشون مرتب، منظم، سر ساعت، و مکانهایی هم که برنامه میذارن جاهاییه که سرش به تنش میارزه. ایرانی که با بنز و جگوار و بی ام و میاد اونجا، باید مثلا تو دانشگاه جورج میسون توی سالن اونجا برنامه میذارن. حتما حتما با آقای بزرگمهر هم در این رابطه صحبت خواهیم کرد و برنامه رو، آگهی ها رو میبینید، از امروز هم توی چیز خواهد بود، توی پلیلیست ما. خب اجازه بدید که ما بیاین بریم به وبسایتمون. و واقعا من تشکر میکنم از کوین عزیز که همیشه 1-2 قدم جلوتر از صدا شو بله جلوتر از من هست. من امروز میخواستم بگم کوین جان، از این Action for Democracy و Human Rights in the Middle East، میدونید که با آقای ماسالی وقت صحبت کردم، ایشون گفت که ما ماه اکتبر داریم میریم کجا؟ به آلمان، به شهر زیبای ماینز. و آلمان میدونید دیگه، اکتبر فست، یعنی جشن و فستیوالی که اونجا هست. برید اونجا ثبت نام کنید، تو این برنامه ها شرکت کنید. وقتی اومدم خبر بدم که آقا این اگه میشه وصل کن، من امروز میخوام درباره‌اش صحبت کنم، دیدم یه لوگو یا یه بنر جدید این بالا هست، آوردم به شما نشون بدم یا برای خودم حرف میزنم. ببینید این وبسایت مردم tv.com، وقتی که مردم تیوی رو میبینید، سفید، سبز و سفید و قرمز، میان پایین تر همینجا بالای سر آقای ماز جبرانی نوشته Action for Democracy and Human Rights in the Middle East. این رو کلیک که میکنید میبره شما رو به این صفحه.
چی نوشته؟ همون اسم رو نوشته، اکشن رو ترجمه کرده به کوشش برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه. به عربی هم نوشته که باید زنگ بزنم با آقای تیرانداز برامون بخونه. الجهود النشاء المدیترق مقتاریل والحقوق الانسان فلشرق الاوسط. خب شرق الاوسط همین خاورمیانه است، میدونید که یه مجله‌ای هم یه نشریه‌ای هم به همین اسم هست. پس دیگه اجازه بدید من آدرس و اینا رو براتون نخونم، یا اگر امکان داشت که کوین عزیز این که الان من زدم این رو کوچیکترش کنه بذاره اونجا ازش ممنون میشم، اگه نه طلبکارش که نیستیم دیگه، بنده خدا این همه زحمت میکشه و از سال 2006 تا حالا هم ما یک پنی به این پسر دستمزد ندادیم. الان دیگه مردی شده ماشاءالله برای خودش، به این مرد دستمزد ندادیم. کوین عزیز وضعم بد نیست، اگه یه وقت خدایی نکرده خدایی نکرده زبانم لا احتیاج داشتی به پول برای کار مدرسه، ازدواج، عروسی، نامزدی، من رو مثل دایی خودت، مثل عموی خودت بدون و بدون هیچ تعارفی بگو، تا اونجایی که بتونم در خدمت خواهم بود. حالا فکر میکنیم ما هم داریم میایم مثلا جشن نامزدید یه کمکی میکنیم، یه پولی میفرسیم. وضعم خدا رو شکر خوبه. September 28, 2011 این رو نوشتن و دعوتنامه هم کردن به چند زبان مختلف. حتما برید و روی مردم tv.com اینجا میبینید. میخواییم بزرگترش کنم براتون؟ دارادادام. خب نه همین دیگه میبینید دیگه. من اینجا نوشته اکشن وسط زفران گریل و کتاب درس البرز بالای سر ماز جبرانی تو ایران با این همه کد و آدرس و اینها جدید که درست کردن، باز طرف می‌نویسه بالاتر از بانک صادرات نرسیده به نمیدونم مثلا منزل حسن علی. برگردیم کجا افکت دو رو بیاریم، افکت میاد قیافه میاد. اوکی خب ممنونم. ببینیم دوستمون درباره ران آراد چی میگه. میگه ران آراد شیعه های لبنان که آراد را دستگیر کردند با اسرائیل بر سر تبادل او با چند شیعه مهم زندانی در اسرائیل به توافق نرسیدند، زیرا اسرائیل سر آنها را زیر آب کرده بود و به هیچ وجه نمیخواست آن را بروز دهد و از طرفی هم نتوانستند محل آراد را کشف کنند تا توسط پارتیزان های مخصوص اسرائیلی نجاتش دهند. لذا آراد توسط شیعه ها نابود شد و اسرائیل حالا باید تظاهر کند که سربازان خود را تنها نمی گذارد و این آگهی مضحک را راه انداخته است. این هم نظر یکی از دوستان. ببینیم که حالا چی میشه. Top of the hour ممنونم. 3 دقیقه دیگه میریم بگیم آگهی ها رو ببینیم، چون امروز آگهی همای و مستان رو هم داریم. بذارید زودتر بریم ببینیم آگهی ها رو میبینیم و برمیگردیم. تو این فاصله هم من میرم تابلو شماره تلفن ها رو میارم میذارم اینجا، زنگ بزنید. از اون دوستی هم که اولا انقدر شهامت نداره که با لهجه خودش صحبت کنه و انقدر بیشعوره که میاد لهجه یک جای دیگر رو گیلکی ها رشتی ها رو مسخره میکنه و ادا در میاره، ازش خواهش میکنم 1 دقیقه با خودش فکر کنه. اگر صحبتی داری مثل 100 نفر آدم دیگه که میان صحبت میکنن، مثل نمیدونم وقتی بگیم مثل یک مرد واقعا به خانمها بی احترامی میشه. شما بیا مثل این خانمهای شیرزنی که زنگ میزنن نظرشون رو میگن، مثل یک انسان. اصلا ما چرا بگیم خانم آقا؟ مثل یک انسان حرفت رو بزن، حتی اگه شوخی و طنزی هم داری انسان باش. این میگن امام حسین گفته اگر اسلام مسلمان نیستید حداقل آزاده باشید. شما به خودت احترام بذار، زنگ بزن بگو من اسمم اینه، میخوام به شوخی یه فراخوانی بخونم که اونم من میگم شماره تو بده من بهت زنگ بزنم، که اگر یه کسی گو آقا این مرد ناحسابی این چی گفت، میگم آقا این شمارهش بهش زنگ بزنید و تلفنش کار میکنه. خجالت بکشید، قرن 21 یه خانمی
دیروز روی فیسبوک نوشته بود که آقای خمینی که یه دست بیشتر نداره، من رفتم تو فکر که آفتابه رو با کدوم دستش میگیره، حالا اگه آفتابه رو بگیره کی تارتش میگیره. اینا من نوشتم ای که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم آفتابه ایم. آخه دوست عزیز، بزرگترین دانشمند دنیا الان روی چرخ صندلی، از این صندلی های چرخدار هست، این چرخ صندلی دار و صندلی چرخدار، اینا ما اشتباه میکنیم، چرخ گوشت، گوشت چرخ خورد کنی، میگیم بعض وقتا گوشت چرخ خورد کنی، طرف میگه آقا این چه گوشتیه که چرخ هارم خورد میکنه. این استیون جانکینز از کیه؟ خب این سوالی که شما میکنی، شما که یک خانم جوان ایرانی هستی، جز این که به خودت بی احترامی میکنی چه کار انجام دادی؟ اون وقت من آقای بهمن بیک خودمون رو مسخره کردیم، ایشون در آتلانتا، من در ویرجینیا، هی میگیم نه آقا جوانای ایرانی نمیدونی چقدر میفهمن، ما امیدمون به جوانهاست. آقا برو دنبال کارت آقای بهمن بیک، این جوان ماست، اومده نوشته من داشتم فکر میکردم ببینم کی کون خامنه ای رو میشوره. خب حالا یکی البته خوب جوابی داده بود، نوشته بود که ایرانی ها، حالا نمیخوام بگیم ایرانی ها، همون فلسطینی هایی که دور برش هستن، چون حالا من میدونم آقای بیک فوری نامه میندازه که آقا اینا ایرانی نیستن، فلسطینی هستن، فلسطینی هایی که دورشن. گفته بود خانم شما نگران نباش، انقدر اونا لیست میزنن که احتیاج به شستشو نداره. خجالت بکشیم، سال 2011 است، ای که 70 رفت و در خوابی، مگر این چند روز رو دریابی. بریم کنسرت رو ببینیم، دو دقیقش رو، بعد آگهی ها رو ببینیم، بعد با شما خواهیم بود. یا آگهی ها رو ببینیم بعد کنسرت، ببینم ترتیبشون چجوریه. بله، باید اول آگهی ها رو ببینیم بعد کنسرت. لذت ندارید نشه بشید من بیام دنبالتون تو هوا بگردم، ها میارمتون پایین ها. بریم ببینیم و برگردیم. مرسی. Born to Freedom بنیاد انسان دوستانه برای کشف مفقودین است. در سال 1365 رون عرب، کمک خلبان اسرائیلی، در لبنان به اسارت گرفته شد و بیش از 20 سال است که خانوادهش برای دیدنش لحظه شماری می کنند. ما معتقدیم که همه برای آزادی به دنیا آمدند و حاضریم 10 میلیون دلار برای اطلاعاتی موثق درباره رون عرب بپردازیم. اگر همچنین اطلاعاتی دارید با این شماره تماس بگیرید و با 10 میلیون دلار آینده خود و فرزندانتان را تأمین کنید. این مرکز تلفنی دارای تکنولوژی پیشرفته به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی است. شما همچنین می توانید از طریق این سایت با ما تماس بگیرید. یک تماس برابر 10 میلیون دلار است. کاملا محرمانه. تی وی باکس، ارائه نوین از کمپانی ITC. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، خسرو مترجمی هستم. در این قسمت از برنامه دستگاهی به شما عزیزان میخوام معرفی کنم به نام دستگاه تی وی باکس. دستگاهی هستش که کم حجم، خیلی سبک، بدون استفاده از دیش و رسیور شما میتونید که از این دستگاه استفاده کنید برای دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای، رادیوهای فارسی زبان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها. دستگاه در عرض 30 ثانیه وصل میشه. شما کاری که میکنید فقط سیم برق، سیم اینترنت و سیم تلویزیون رو به این دستگاه وصل میکنید و میتونید که از تمام امکاناتی که این دستگاه به شما میده استفاده بکنید. دستگاه با یک ریموت کنترل میاد و با سیم آدیو و ویدیو و سیم نتورک. و چیز جالبی که با این دستگاه میاد برق جهان هستش، یعنی که آداپتورهایی که برای این دستگاه دیزاین شده و با این دستگاه فرستاده میشه، این امکانات رو به شما میده که از این دستگاه در سراسر جهان استفاده کنید. پس با شماره تلفنی که در زیر تصویر قرار داره تماس بگیرید. مرسی. کتاب دبیرستان البرز و شبان روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام شما و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس‌های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس‌های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز. اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبانه روزی آن از سال 1324 تا 1376 هجری شمسی،
بهترین هدیه برای شما اقوام و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240-654-5795 و یا از طریق ایمیل به آدرس albrzkitab@yahoo.com تماس حاصل نمایید. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان چستم از برای آزادی. جبهه آزادی خواهان ایران مردم را به همکاری و همفکری که موجب تکمیل و پیشرفت بیشتر آن شود دعوت می نماید، تا بدین وسیله بتوانیم دیکتاتوری و استبداد را از میان برداشته و آزادی، دموکراسی و عدالت را برقرار کنیم. هر عضو این جبهه دارای یک رأی و همه تصمیم گیری ها بر مبنای اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. نوع حکومت را به مردم واگذار می کنند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود. 3. جبهه از هر گونه برخورد به گذشته احزاب و افراد پرهیز می نماید. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، نابود باد استبداد به هر شکلش. زعفران گریل، یادآور خوراک‌های خوشمزه ایران. صرف غذاهای مورد علاقه در محیطی بسیار زیبا و دلنشین. پخت و پز و پذیرایی را به زعفران گریل بسپارید و شما اوقات را با دوستان و مهمانان خود سپری کنید. کیترینگ با قیمتی ارزان و کیفیتی عالی برای مهمانی‌های کوچک و بزرگ شما پذیرفته می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-421-2080 تماس حاصل فرمایید. خب ممنونم از شما دوستان که بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. حتما یه دلیلی دارید، دلیلش هم برای من اصلا مهم نیست. خب بله ممنونم. کنفرانس ماه اکتبر رو براتون گفتم، نشون دادم، در ماینز آلمان هست. تو این فاصله اگه بتونیم با آقای ماسالی هم صحبتی انجام میدیم، چون ایشون شنبه هفته گذشته رفتن اونجا و اگر بتونیم ممکنه اون برنامه رو به صورت زنده پخش کنیم. در آریزونا طوفان خاک داست استور آمده، باورتون میشه؟ یه نفر کشته شده. بذار اولا این شماره تلفن‌ها رو من بیارم حمل کنم جلوی شما. پلیر اوورلی دارم رام دیریم ریم. اوه خسته شدم. دو تا شماره تلفن به این بزرگی، تابلو به این بزرگی، واقعا تکنولوژیه. خب طوفان در آریزونا، یک نفر کشته، چند نفر مجروح. منتظر هستن که فردا هم طوفان بعدی بیاد. یکی از دوستان ما از اینجا، من نمیدونم این انقدر به ما دشمنی کرده، من گاهی وقتا هزیتیت میکنم، آدم خودداری میکنه یا چندشش میشه بهش بگه دوست. از اینجا رفت آریزونا، فکر کنم با خودش طوفان و بدبختی و بدشانسی رو هم برد اونجا. آقا کاسه کوزت رو جمع کن برگرد بیا اینجا، هیچ کس مثل واشنگتونیا شما رو تحمل نمیکنه. اون روز این دوستمون داشت در رابطه با آقای جمشید مهرداد، نه مهرداد الان اسمش یادم رفت، صحبت میکرد و میگفت من همیشه با این آدم خوب بودم. آقا دروغ چرا میگی؟ شما تو کانون یقه اینا رو یکی یکی گرفتی، هر کسی رو که دیدی هیکلش از تو کوچیکتره میخواستی بزنی، مست میکردی میمدی اونجا اینا اونو میزدی. حالا که رفتی اونجا و این بنده خدا یه مقداری الان چون مریض هست سرطان داره و اینها، شما به این صورت میخوای هم
راضی نگهش داری که باهاش مصاحبه کنی، حتی در بستر مریضی هم ولش نمی کنی، هم میخوای بلکه گناههای قدیمت رو ببخشن. راه ساده ترش اینه که بیای بگی که من نمیفهمیدم، احمق بودم، شعور نداشتم، مشروب زیاد میخوردم. یه دلیل درست بیار و بگو عذر میخوام، امیدوارم منو ببخشید. اینجوری باشه در هر صورت. این از این ماجرا. خب مرداد مشایخی، بله مرداد مشایخی رو ایشون میگه بله من توی همه اینها با این میتونستم صحبت کنم. این حرفا چی آقا؟ آقای حسین، آقای گنجبخش زنده است، آقای مشایخی هنوز زنده است، عذر میخوام این حرفو میزنم. ایرانی ها عادت دارن، میبینید الان روحانی میاد میگه من 8 ماه با شاه بودم هر روز، بعد آقای چیز میاد میگه آقا شاه اصلا 8 ماه تو مصر نبوده، 4 ماه بوده و انقدر مریض بوده که حتی افراد نزدیک خانوادهش نمیتونستن ببیننش، چه به خاطر سلامتی خود اون چه به خاطر سلامتی خودشون، و فقط دکترهای مخصوص میتونستن ببینن. باز عذر میخوام این حرف میزنم. اولا بذار طرف بمیره که دیگه نتونه بگه آقا کی کجا من با تو کلکل میکردم و با تو به اصطلاح آبمون توی جوب میرفت. ولی چه کار کن؟ خوبیش به این که این دوربین یه حسنی که داره، اینو برای اونایی میگم که قایم میشن از اون پشت برنامه میذارن، منم اون روز برنامه اونجوری گذاشتم، دیدم چقدرم راحته. حتی اگه بخوای دروغم بگی ناراحت نیست، چون داری تو چشمشون نگاه نمیکنی اونجوری. بعد این دوربین حسنش اینه که شما وقتی داری صحبت میکنی طرف میتونه بفهمه. دیدید که ماشاءالله یه خانمی هم به نام ثقفی که اصلا نمیدونم ایشون درجه روانشناسی یا صورت شناسی رو از کجا گرفته، به من میگه شما چشمات خیلی به هم میزنی، معلوم عصبی هستی. خانم نورایی که ما اینجا داریم نور آشغاله، نور کولد استدیوهای خوب نیست، فیلتر نیست، نورا نمیدونم صاف نمیشه، صافی نمیشه، تنظیم نمیشه، چشمون هی اینجوری میشه. شما آیا دستگری تو جیبت 10 دلار بفرستی یا فقط پیامای 12 دقیقه 13 دقیقه گذاشتی فوش دادی به آقای حسین فاطمی، فوش دادی به دکتر عقیلی پور، بدونی که اصلا دکتر عقیلی پور رو بشناسی؟ گفتم آقا این خانم این اون نیست، شما داری عوضی میگی، کارمون خیلی خرابه. خب یک تیکه ویدیویی رو جدیدن یعنی امروز دیشب گذاشتیم توی آرشیو، توی قسمتی که آقای احمد علی مسعود انصاری ویدیوهاشون رو میذارن. این مصاحبه هست که توی این مصاحبه چگونگی آشنایی احمد علی مسعود انصاری با خاندان پهلوی و نظر آقای انصاری در مورد حکومت و شاه در گفتگوی با IRIB صحبت میکنه. من از اون دوستی که روی ویدیوهای آقای انصاری کامنت گذاشته نظرش رو گفته متشکرم. دوستمون سلطنت طلبه، مثل یک انسان، مثل یک آدم فرهیخته اومده پیامش رو گذاشته، ما هم پیامش رو گذاشتیم اونجا. ولی از اون طرف یک احمقی هست که اونم ادعا میکنه سلطنت طلبه. به خدا همین سلطنت طلبای احمق این بنده خدا شاه رو دغمگ کردن و پسرش هم اینجوری حالا انداختن اینجوری میگه آقا ولم کن کجا برم. اونم پیام گذاشته چرا این فیلماشو دوبار سه بار میذاره آخه به تو چه؟ بعدم فوش داده، فحاشی کرد. و نه فقط اینجا هستا، شما الان برید رادیو وایس آف امریکا اینا میبینی همشون کامنتار دیسیبل میکنن. یعنی برای که ما جامعه هستیم که نشون دادیم هر وقت میخوام به یه چیزی اعتراض کنیم فحش میدیم، چون منطق نداریم. راحت طرف میگه آقا بهتره که این خفه بشه، فقط نگاه کنه گوش بده. حالا ما باز هنوز صبر و تحملمون زیاده، میگیم خب اون بده، چرا من بیام حق این یه سلطنت طلبی رو طرفدار پادشاهی رو که درست مثل انسان نوشته چرا بیام از بین ببرم؟ به همین خاطر اجازه بدید ما یک قدم جلوتر بریم، ازش تشکر کنیم، بریم صفحه مردم تیوی رو نشون بدیم، آرشیو رو نشون بدیم، شما هم ببینید. بیاین میریم این سوربی هم حرف میزنه، هی باید صداش ببندم. خب بریم اینجا صفحه مردم تیوی، وقتی میاین شما عکس آقای پرویز مینویی رو بزنی، نوشته هاشو میبره روی عکس ایشون بزنی، ویدیویی رو که دوست داشته گذاشته اونجا. حالا ما به غیر از این یه آرشیو دائمی داریم، این آرشیو هم باز مثلا آقای مینویی یه برنامه ایشون رو که ما
از تلویزیون ایتو گرفتیم و گذاشتیم، ولی متاسفانه بعدش هر وقت ما رفتیم تلویزیون ایتو قطع وصل میشد و من با آقای امید پیشنهاد میکنم که با آقای مترجمی تماس بگیره، چون دیدم که آقای مترجمی اون آی پی نمبری که داره قطع و وصل میشه، هی کانکتد دیسکانکتد کانکتد دیسکانکتد، و ما اینجا ریپورت داریم، اگه خواستی امید عزیز اون رو هم برات میفرستم. خب حالا بیاین شما اینجا این عکس آقای انصاری و نوشته انصاری و پهلوی سمت راست بالای بالا بزنید، نوشته چگونگی آشنایی احمد علی مسعود انصاری با خاندان پهلوی، نظر انصاری در مورد حکومت و شاه. این رو که میزنی شما رو میاره تو این چیزی که دیشب ایشون 8 دقیقه چقدر 9 دقیقه درآورده از بین اون صحبت‌ها. اتفاقا فکر خیلی خوبی کرده، چرا؟ گفته که بعضی از دوستان حوصله ندارن که مثلا 30 دقیقه نیم ساعت 45 دقیقه گوش کنن و آمده و براشون کردتش 9 دقیقه 8 دقیقه. من از آقای انصاری خواهش کردم در رابطه با اون صحبتی که آقای رضا پهلوی با تلویزیون وایس اف امریکا صدای آمریکا داشت با اون دوست نازنین آقای فرامرز حسینی اگه اشتباه نکنم توی برنامه پارازیت، و گفته بود که ما مشکلی داشتیم با فامیلمون، فامیلشون همین آقاست که با هم دادگاه رفتیم و بله بنده اون موقع 65 میلیون پول بابام آورده بود. با آقای انصاری گفتم بیا یه وقتی در این مورد صحبت کن، آقای انصاری هم گفت که جمعه میاد، بعد براش یه کاری پیش آمده روز جمعه و چیز کرده، فردا میان اینجا یک 10 دقیقه ویدیو میگیریم، شاید من تونستم راضیشون کنم که برنامه رو به صورت زنده بریم، اگه نه اون ویدیو رو میذاریم و بعد به اصطلاح یه روز دیگه ای توی هفته آینده یا دوشنبه یا چهارشنبه دعوت میکنیم که ایشون با شما باشن. توی اون برنامه تلفن رو هم باز میکنم میذارم که شما هم اگر سوالی دارید ازشون سوال کنید. خب ممنونم از شرکت کتاب که لطف کردن پیام گذاشتن و من هم در فاصله آگهی ها با اونها تماس گرفتم. آقای خلیلی من سالها پیش با ایشون تلفنی صحبت میکردم، ولی هم اون بنده خدا خیلی گرفتاره و هم من دیگه نمیتونم بگم سرم شلوغ شده، چون سرم خلوت خلوت. در صورت ممنونم آقای خلیلی عزیز و چشم، اون کاری رو که شما خواسته بودید من انجام دادم و حتما با شما تماس خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز بیاین بریم ببینیم که بعد از این سپتامبر 11 ماجرای زندگی کردن در آمریکا و جای دنیا چقدر بد شده، چقدر مشکل شده. همین امروز این خبر رو ممنونم یکی از دوستانمون از طریق ایمیل فرستاد. ببینید که این روزنامه آفتاب، نه اون آفتابی هست، نوشته که بمب آلرت اوور جاگر این ویت وست. این اونایی که ورزش میکنن، یادش به خیر محسن فراشبندی قدیما وقتی کاراته کار میکرد و اینها، نمیدونم اگه کسی محسن فراشبندی رو میدونه کجای دنیا هست و اینها، یه خبری به ما بده. یک وزنه هایی رو شما میخری به پاد میبندی، این کار رو امیدوارم دیدم انجام میده، یا توش شن میریزن یا توش آب میریزن یا توش سربه یا توش یه چیز سنگینه، ببینید سرب سنگین رنگینه ماشاءالله، و اینایی که میخوان قوی بشن این کار رو تو ارتش هم با کوله پشتی برای سربازا میکردن، کوله پشتی رو پر میکردن. البته متاسفانه سیستم ایران به جای اینکه تشویق باشه و ترغیب، تنبیه بود و تعذیب میگفتن، چی میگفتن، اذیت و عذاب کردن و میدوندن سربازا رو. این پسره بنده خدا این لباس رو پوشیده که با این بدوه که وزنه توی ایناست، توی این وست که میگن VEST. ما ایرانی ها مثل اسپانیش ها که V رو میگن B، ما این W و V، مخصوصا افرادی مثل من که تو سن بالاتری بودن اومدن اینجا، این رو نمیتونیم درست تلفظ کنیم. مثلا وقتی به یکی میگیم best wishes، معلوم نیست این wish آرزوهای خوبه یا اون wishesی هست که میزنه طرف رو میکشه داغون میکنه.
در هر صورت این حالا وقتی هم میگیم وست، ما نمیدونیم این وست با وی تلفظ ماست یا با دبلیو که همون غرب میشه. در هر صورت این یکی یعنی جلیقه. اوکی؟ بله، این آقا داشته میدویده، ملت زنگ میزنن که آی بیا برس که یه تروریستی داره میدوه. اسمش چیه؟ گودرز کریمی، 25 ساله، was simply on a mission to get fit. خیلی ساده داشت میدوید که خودش رو توی شیپ، بدن ورزشکار سالم نگه داره، که 30 کیلوگرم از این وسایل به خودش بسته که بدنش قوی بشه، تحمل فشار و اینها رو داشته باشه. خلاصه ماجرا این که پلیس میگیرتشو، نگهش میداره و میگردنش و اینها، و بعد ببینن که دارن وقت خودشون رو تلف میکنن و پول مالیات من و شما. وقت اونا که تلف نمیشه چون دارن از من و شما حقوق میگیرن، ولی من و شمایی که سوار هواپیما میشدیم، من یادمه از اینجا میرفتیم کامبیز حسینی، کدوم تلویزیونی پیدا میکنید که یه اشتباه اگه گفت یک کسی از اونایی که اونجا کار میکنه فوری یادش بیاد که آقا این فرزاد نیست، فرامرز نیست و کامبیز حسینیه. ولی تلویزیون مردم اینجوریه. مرسی مرسی مرسی، به قول آقای حقا گودی گودیا. خب بله، آقای کامبیز حسینی در پارازیت از آقای رضا پهلوی سوال میکنه آقا اینجا نشستی بگو ببینیم چند داشتین شما. میگه حالا برید تو دادگاه ها. جالب نیست؟ اونایی که میخوان دروغ بگن شما رو میفرستن یه جای دیگه، اونی که میخواد راست بگه همون موقع میگه، هم جون شما راحت هم جون شنونده. بعد طرف میگه آقا شما اینجا نشستی بگو دیگه. میگه حالا حالا پول حالا بریم یه چیز دیگه صحبت کنیم. میگه نه آقا، ولش نمیکنه کامبیز. میگه 65 میلیون. آقای احمد علی انصاری میگه ایشون درست گفت، یک قلم 65 میلیون بوده و من میام میگم چند قلم بوده تا اونجایی که من میدونم، یه سری دیگه هم بوده که من خبر ندارم. ای داد میدم این ماجرای آقای کامبیز حسینی پولو ول کن بریم سر بحث دیگری صحبت کنیم. ماجرایی هست جوکی میگن، میگن طرف داشت در سان فرانسیسکو قدم میزد، شب تاریک بود و ناراحت بود که پولی نداره خانمش رو مسافرتی ببره و اینها، و به خاطر همینم هم اومده بود کنار بیه چیه قدم میزد، پاش خورد به یکی از این چی بهش میگیم قوریای جادویی و یه دوتا فوش داد، پاش درد گرفت، قوری رو آورد بیرون، یه مقداری خاکش رو تمیز کرد، سرش رو باز کرد، نگاه کرد داخلش چیه، دید یک جن، یک قول میگن، جن میگن، ما نفهمیدیم جن چیه، قول چیه، فرشته کیه، در هر صورت آمد بیرون. فوری این دستش رو گذاشت اینجا و گفت سرور شما من رو بعد از 3000 سال آزاد کردی و به من بگو که خواستت چیه، من خواستت رو انجام میدم، هر خواسته ای داشته باشی. گفت والا خانم من دوست داره بره هاوایی، ولی بین سان فرانسیسکو و هاوایی پل نیست که با ماشین بریم، منم از هواپیما میترسم، اگه میشه بیا یه کاری بکن، یه پلی بساز که ما حالا میریم خونه به خانمم بگم وسایل جمع کن، از این پل میخوایم از سان فرانسیسکو بریم هاوایی. و این درد ماست، این خواهش منه. قوله یه مقداری فکر کرد، گفت آقا تو میدونی چند هزار کیلومتر، چند مایل از اینجا تا از سان فرانسیسکو تا هاوایی، و میدونی پل رو دریا زدن چقدر مشکل، پل رو خشکی زدن و فلان اینا، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. حالا ما به تو گفتیم ما رو نجات دادی، ولی خواهش اینجوری نگفتیم، که یه خواهش معقولانه تر بکن. مرد گفت حالا که اینجوری میگی یه کاری بکن، من که میرم خونه حرف که میزنم خانمم حرفای منو هم بفهمه هم قبول کن. قوله گفت آقا اونو ولش کن، بیا بریم راجع به همین پل ساختن صحبت کنیم. حالا این ماجرای کامبیز حسینی و آقای ولیعت این بود، و آفرین کامبیز، خوب گیرش آورده بودی. خیلی ها فکر میکنن کامبیز اولین نفری هست که از رضا پهلوی سوال کرده آقا شاه هستی یا نیستی، بیان جلو.
من وقتی جوان بودم، هم سن کامبیز بودم، این سوال رو من کردم موقعی که کسی جرئت نمیکرد به آقا رضا بگه بالای چشت ابروه. سال 1987 سیزده بدر در گریت فارس به شهادت تمام اونایی که اونجا والیبال بازی میکردن، ای داد بیداد که اون موقع از این دوربینای دستی و تلفن و اینا نبود که فیلم بگیرن، ولی دور نشد، دیرم نشد. سال 2006 باز یقه ایشون رو گرفتم، البته فاصله دور بود نمیشد یقه رو بگیری. گفتم آقا تقریبا بیش از دو دهه قبل تو دکیت گو من از شما سوال کردم شاه هستی یا نیستی، اون روز جواب ندادی، راه رفتی، کشیدی رفتی، امروز پشت سرت نمیتونی بری جلو، تام من وایسادم دم در، باید جواب بدی شاه هستی یا نیستی. برید اون رو توی یوتیوب بزنید سوربی و رضا پهلوی، اون وقت میبینید. من به ایشون نمیگم شاهزاده، چون اگه به اون بگم شاهزاده، خدای نکرده اگه شما باباتون گدا بوده، بنا بوده، عمله بوده، گچ فروش بوده، من باید بگم شما هم گچ فروش زاده هستید. پس حرف آقای رضا شاه، چون اون شاه بود دیگه، شاه شده بود، رضا شاه رو قبول میکنم که قانون گذاشت که به هیچ کسی نه پیشوند بدید نه پسوند، چون این پیشوند و پسوندا پدر ما رو در آورده. ولی چه حیف که آقای بهمن بیگ که میگه اگه یه حکومتی بیاد، آقا ما ملت آدم ها رو خراب میکنیم. شما قبول داری آقای رضا پهلوی، رضا اصلی، رضا میرپنج آدم خوبی بود؟ ما خرابش کردیم. شما قبول داری آقای محمد رضا شاه آدم خوبی بود؟ آقای محمد رضا پهلوی؟ ما خرابش کردیم. شما قبول داری آقای رضا پهلوی آدم خوبیه؟ بذار همینجا باشه بیاد ایران، ما خرابش میکنیم. ایران کشوریه که برید بخونید ببینید بابک داد چی نوشته، براتون میارم. بابک داد میگه در سرزمینی که اختلاس و تجاوز و دروغ در آن فضیلت است و فضیلت ها و رذیلت ها تبدیل می شود و فضیلت ها به رذیلت ها تبدیل می شود، دزد ها بر مسند قضاوت می نشینند، متجاوزان درس اخلاق می دهند و دروغگویان از راستی و حقیقت سخن می گویند، در این سرزمین که بوی تعفن و فساد از گلوی ریاکار رهبرانش برمیخیزد، نفس کشیدن چه دشوار است و زندگی بدون هدفی مقدس عجب اندوه بیپایانی است. تغییر تنها هدف مقدس است. من در توان خودم نمیبینم، من بریدم. من آقا یه پیامگیر ساده ای رو نتونستم 11 سال به این دوستان هنر نزد ایرانیان بود و بس یاد بدم. قبول کردم آقا نمیتونم، به جایی هم که بدوم خودم اذیت کنم، زانو درد بگیرم، کمر درد بگیرم، یواش یواش دارم راه میرم. شما هنوز به باور من نرسیدی؟ خدا قوت بده. بفرمایید. بله، مملکتی که برید ببینید ویدیوی آقای عزیزان رو روز دوشنبه، نشون داد که آقای خامنه ای میاد میگه که بله من گفتم این سوء استفاده ها نباشه، ولی کسی گوش نداد و حالا اینقدر دزدیدن چیزی نیست که چرا اینقدر کشش میدید. ولی اگر یک جوونی رفت یه آفتاب دزدید، میارن سر چهار راه میخوان اعدامش کنن که برای دیگران خانمی گویا چند مدت پیش رفته بوده گوشت از یه سوپرمارکتی بلند کرده بوده برای بچه هاش، انداختنش زندان. احمقا، این خرجی رو که میخواین تو زندان بدین بهش بدین بهش بگید برو خونه، این حقوق دولتی. حالا آقای بهمن بیگ، شما کیو سراغ داری که بره ایران آدم خوبی باشه؟ بابا این آقای مازندرانی قشنگ میگه، میگه مردک، به روحانی میگه، به تیمسار روحانی میگه، میگه تو نشستی اونجا، من نشستم اروپا، به مردمی که نیان بیرون میگی پتیاره. و باز آقای مازندرانی میگه ها، آقای عزیزان با بهکام تماس بگیر این فیلم رو شما یا صداش رو بگو برات بفرسته. آقای مازندرانی میگه خودت پتیاره ای، زن و بچت پتیاره است، فامیلات پتیار است، دوستات پتیار است که نمیرن اونجا.
و چقدر راجع به اون آقای آپتین صحبت میکنه. گویا این آقای آپتین بسیجی بوده. عجب دنیاییه، عجب پر رو هستن. چقدر قشنگ این بابک داد نوشته. مرسی آقا، مرسی. خب بله، هنر نزد ایرانیان است و بس. ویدیوی مستندی از مجلس شورای ملی هست، این رو قبلا من دیدم، در مورد بحرین، و سوال هم شده بود در مورد بحرین از آقای عقیلی پور، که ایشون میاد در این مورد هر وقت که وقت کنه صحبت میکنه. من هدفم اینه که این دوستان برنامه های خودشون باشه که با شما بتونن مستقیما صحبت کنن. دلیلش هم خدمتتون میگم که اینجوری نباشه سربی با مردم، سربی با آقای عقیلی پور، سربی با دکتر نوری. ضمناً آقای نوریزاده میگه من در رابطه با نوریزاده هم نوشتم و هیچ رابطه‌ای من با نوریزاده ندارم. سربی با آقای احمدیان، سربی با ریچارد کندی، سربی با فرید سایپور. ببینید برنامه فرید سایپور الان استقلال خودش رو داره. چرا؟ از روز اول برنامه خودش رو خودش درست میکنه، میذاره اونجا، خودش مسئول خودش چیز. میگم یه دوستی من زنگ زد میگه آقا شما که این آقا رو به عنوان دانشمند معرفی میکنی، ایشون دانشمند نیست. میگم خب آقا ببخشید حالا. و دفعه دیگه که آمد میگم آقا شما از کجا دکتراتو گرفتی؟ ولی ایشون گفت که بابا توی ایتالیا بوده، توی آمریکا اومده درس خونده، اینجا درس میده توی نورت کارولینا و اینها. و باز یه دوست دیگه ای میگفت که من روی گوگل که زدم ریچارد کندی های زیادی هستن، ولی در مورد ایشون نیست. گوگل میدونید که هرچی بیشتر بزنن بیشتر هی چیز میشه، میاد و تعدادی زیادتر میشه. و شاید ایشون چون تا حالا فعال نبوده به اون صورت، فرمولش رو نمیخواسته دیگران بفهمن تا موقعی که به ثبت برسونه، تا موقعی که حق به اصطلاح تألیف یا حق منتشر کردنش رو به خودش فقط اختصاص بده، که همون کاپی رایت میگن. شاید به همین دلیل هست که معروف نیست. ولی من نمیدونم، من اگر شخصی میاد میگه آقا اصلا آقای عقیلی پور توی ارتش نبوده، میگم شما که بودی بیا بگو آقا من تو فلانجا بودم نبوده، توی کرمانشاه بودم، توی سنندج بودم، ایشون نبوده. تا اونم بگه بله شما درست میگی، من توی سنندج کرمانشاه نبودم، من از طرف شاه فرستاده شده بودم به فرانسه و اینجا بودم اونجا بودم و الی آخر. ما اشکالمون اینه که میخوایم در تاریکی راه بریم، سنگی پرتاب کنیم و در بریم. خب من یک حالا دیگه دوتا، یه پوشه زنده داریم، یک دونه هم باز پوشهی داریم که عکس ها و اینها رو میذاریم. امروز جمال عزیز برای من یه عکسی فرستاد که اجازه بدین من این عکس رو اینجا بزرگ کنم. این رو من چند مدت پیش گذاشته بودم و حقیقتش نفهمیدم چیه. البته یه نفر بعد از برنامه لطف کرد و برای من نوشت و دیدم آره، ولی خب چه کار، به قول شیرازی ها میگن چقدر خنک، چقدر خنک، چقدر یخ. میدونی شیرازی ها حتی به آبگوشت نخود میگن یخنی نخود، یخنی لوبیا، یعنی یخ نیست، سرد نیست، گرمه. وقتی میخوان صدای شما بزنن میگن بیا بخور تا یخ نکرده. یخ نکرده، نکرده چیه؟ اوکی. خب بریم این عکس رو من بهتون نشون بدم، کامرای دو. بله، ما گفتیم این چیه پشت این نوشته. خب به جایی که این پولو بدی این تابلو رو برات بنویسن، آقای چیه این ماشینم اون وقتا نیسان بود، حالا یه چیز دیگر نمیدونم، زامیاده فلانه هرچی، خوب که باز الان شمارش پوشوندن، نوشته خدایا مه، بعد یه عکس تاج کشیده یعنی محتاج، دو، بعد نوشته آ تو هم، خدایا محتاج تو هم، دعا هم، ببخشید دعاتم، عجب عجب، خدایا محتاج دعاتم. من اگر بودم ازش رد می شدم، می گفتم بزن کنار، بهش می گفتم بابا جون، برادر من، دلیلی که شما محتاج دعای خدا هستی این خنگی و خریتت هست، که به جای این که این پول رو صرف یک کار درست حسابی بکنی، هم
اعصاب مردم رو خرد میکنی که پشت سرت رانندگی میکنن که بگن این چی نوشته، هم تازه وقتی خوندن که چی نوشته میفهمن تو چقدر آدم احمقی هستی. خدایا محتاج دعاتم. آخه اون دعای خدایی که مجبور بشه بیاد برای تو دعا کنه دیگه، اون چه خداییه و تو چقدر وضعت خرابه. بریم به ایران. وقتی که اسم ایران میاد دوستان، شما واقعا چه چیزی توی مغزتون میاد، توی نظرتون میاد؟ کوچه های خاکی، زمین فوتبال و سینماها، چه چیزی؟ این دوست ما مثل که موقع نهار بوده این رو برای من فرستاده. سعید عزیز بفرما، نوشته که من اسم ایران که میاد بحب این تو نظرم مجسم میشه، نقشه ایران، برنج رو ریخته زیر، بعد قرمه سبزی یا به قول شیرازی ها خورش سبزیرم ریخته روش، هر دو هم ایران ایران. این اینه. حالا شما چی؟ خب این که دعوا نداره، یکی زنگ بزنه، ایمیل بفرسته، بگی من وقتی اسم ایران میاد یاد زندانش میفتم، یاد آزادیاش میفتم، آزادیای دوره شاه فلان، یاد دانشگاه میفتم. خب اینم از این ماجرا. برم براتون یه چند تا عکس دیگه نشون بدم. یه دوستی از انگلستان از یک جوونی که خیلی عشق ماشین پیکان داشته عکسی گرفته و برای من و شما فرستاده. این عکس رو ببینید. ببینید این پیکان رو یادتون میاد تو ایران؟ کمرای دو، بله. یادمه اولین موقع که سپرای اینجوری چارگوش اومد رو پیکان و میرفت اون بغل، سال 1354 بود که دوست من آقای بهروز قاسمزاده پیکان نوش رو رفت از تهران آورد و بله شماره هم اونجا یادتونی که قین و عین و اینجا بود. همینجوری که میبینید این فرمونش هم دست چپه چون در انگلستان هست و این آقا یک لنگی هم دستش گرفته دیگه، وقتی یه نفر میخواد ماشینش رو به این تمیزی نگه داره باید همیشه لنگش دستش باشه. البته تو انگلستان که رطوبت هست مثل ایران خاک نیست که شما مجبور باشی اینجوری. خب حالا بعضی وقتا یک کارایی هست نمیدونم جالب احمقانه است، یا به نظر بعضیا جالب میاد، به نظر بعضیا احمقانه میاد. به نظر من این کار احمقانه اومده. دو نفر رفتن زیر دریا عکس بشار اسد رو بردن و روش علامت زدن نو یا هر چی و این آقا این پولو خرج میکردی همون بالای خشکی بیشتر چی میکردی، این پولو میدادی به، در هر صورت نمیدونم، به نظر من اینم به قول شیرازی ها کار خنک و بیمزهی بود. شما چطور؟ دوستان عزیز قرار نیست شما مثل من فکر کنید، منم قرار نیست مثل شما فکر کنم. همینجوری که من میگم به نظر من بیمزه بود و اگه شما بگید به نظر من خیلی عالی بود من فحشتون نمیدم، شما هم به دیگران فحش ندید. این نظرشه. خب بریم آشنا بشیم و شایدم ازدواج کنیم با این جوون ایرانی که بنده خدا در به در دنبال یارش میگرده. آشنایی خیلی بزرگ شد کوچیکش کنم. بله خوبیش بگه که اختیارش دست خودمونه. ایمیلش هم نشون بدیم. آره دیگه بشه به تبلیغ مجانی دیگه، طرف تو روزنامه زده، تو روزنامه وقتی زده دیگه. اوکی. آشنایی، آشنایی و ازدواج. جوانی 29 ساله مهندس مقیم ایران مایل به آشنایی ازدواج با خانمی حد اکثر 35 ساله مقیم ونکوور می باشد. هزینه توسط خانواده رم با خوانواده نوشته. خانواده اینجوری غلطه عزیز من. هزینه توسط خانواده در ونکوور پرداخت خواهد شد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر مکاتبه نمایید. ایران زده IR، کانادا رم لابد زده کالیفرنیا CA 10@yahoo.com. باری کلا اقلا ایمیل ساده ای انتخاب کردی. IR برای ایران، underline یا underscore، CA برای کالیفرنیا، برای کانادا 10، یعنی 9 تا قبل از این بودن اونا من تو صفن. اینم از این ماجرا. خب بریم سفر آقای احمدی نژاد رو نگاه کنیم
به نیویورک. این دفعه میدونید دفعه قبل وقتی اومد فکر میکرد که دور سرش حاله از نور بوده، این دفعه یه نفر این رو فرستاده و این عکس از ایسنا هست و سوال میکنن که چرا حاله نور رسیده به اینجاش، و یکی از دوستان نوشته بود که برای اینکه به زودی این حاله نور از پشتش مثل جون خارج میشه. اینم از این. بریم سراغ گم شده که هیچ چیزی بدتر از این نیست که یه کسی گم بشه، خانوادش گمش کنن. صاحب عکس فوق مریم امین 19 ساله ساکن ماهشهر که در تاریخ 27/3/88 منزل را به مقصد دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر برای حضور در جلسه امتحان ترک و تاکنون مراجعت ننموده است. از کسانی که از نام برده اطلاعاتی دارند درخواست می شود با شماره تلفن های اینو دیگه حالا بعدا خودتون اگه خواستید برید تو آرشیو اینو ببینید. حسن آرشیو اینه که شما میتونید ویدیو رو بیارید جلو عقب، مثلا الان ساعت رو نگاه کنید 3:40 است، وقتی ویدیوی امروز رو میبینید 1:40 فیلم رو که بیارید این رو میبینید، قشنگ میتونید نگهش دارید بخونید. حالا ما شماره رو اعلام نمی‌کنیم، ولی وقتی کسی زده و خواسته، یعنی خواسته که مردم اگه میخوان چیز کنن، ولی اینقدر جامعه ما ماشاءالله جامعه خوبیه که حتما 10 نفر هم زنگ میزنن مزاحمشون میشن. یعنی کسی که خانوادهش نگرانه منتظر این هست، یک احمقی زنگ میزنه مزاحمشون میشه. تماس حاصل کنید و ضمن دریافت مبلغ 50 میلیون تومان مجدگانی خانوادگی، مجدگانی خانواده ای را از نگرانی برهانید. خانواده امین. خب دوستان این آقا رو شما میشناسید؟ این آقای سید محمد حسینی اگه اشتباه نکنم. من یکی از اونایی ام که وقتی مصاحبه ایشون رو اینور و اینور دیدم، یه مقداری مخالفت خودم رو با اون چیزایی که ایشون گفت اعلام کردم و 2-3 بارم از ایشون خواستم که اگر وقت داره بیاد مصاحبه انجام بده. ایشون آخرین بار نوشت که من با هیچ تلویزیونی فعلا مصاحبه نمی کنم و من هم از ایشون تشکر کردم، گفتم پس خبر از شما، خدمت از ما. توی برنامه اگه خواستید برید اولا یوتیوب ایشون، فیسبوک ایشون رو ببینید، باشون بیشتر آشنا بشید. ایشون رو وقتی که توی ایران برنامه داشت میگفتن فرخزاد دوم، چون از لحاظ شومنی و اینها یک کارایی کرده بود که تا اون زمان توی جمهوری اسلامی انجام نشده بود و وقتی فیلمای ایشون رو، شوهای ایشون رو در مقابل اون فیلمی که کمال عزیز برای من فرستاده بود و نشونتون دادم که هنر نزد ایرانیان بود و بس، شما متوجه میشید که اونا چی میگن. خب ما یه دوستانی داشتیم دوچرخ سوار بودن اینجا، اگه یادتون باشه، حسن و امیر. اینها برگشتن ایران، ازدواج کردن، دوباره آمدن اینجا، جنبش سبز که بود، دوباره دوچرخ سواری کردن، دوباره سه باره برگشتن و حالا زندگی های خودشون دارن، معلمن، درس میدن، کار میکنن. و حسن که الان عکسشو دارید میبینید اینجا در این قبرستان وایستاده، خیلی فعاله توی کارهای محیط زیست و برای من عکس میفرسته، در تماسیم. اینجا میبینی چند نفر رو ردیف کرده، اینو دوستاش، به این میگن همت، به این میگن غیرت، و راه افتادن رفتن از یه قبرستونی، از یه جای شروع کردن. دلیلش هم نوشته الان فصل پاییزه و پرنده ها بر میگردن به اینجا، بیاین این محیط رو تمیز کنیم برای اینها، پلاستیک نخورن بمیرن، پلاستیک دور گردنشون نباشه خفه بشن. آفرین بر تو. خب برگردیم به اینجا که برقمون نره. بله، ما دوستانی که برای من نوشتید که آقا این دوستت میگه به ما کمک کنید، دوست عزیز، این شخص نرود میخ آهنی در سنگ. من بارها خواستم بهش کمک کنم، یاد نمیگیره، دگمه، هارد هدد هست، نمیفهمه. کمک همین. ببین من از گم شده میزنم به این آقای حسینی، از آقای حسینی میرم تو قبرستون، از قبرستون میام تو نمیدونم
خوشکستون، شما آخر برنامه میبینید 2 ساعت گذشته، ای داد بیداد من خانمم گفته بود برو پیتزا رو بگیر بیار، فلان فلان این سربی، حالا پیتزا داغ شده سوخته فلان، خانمم به من قول میزنه. شما متوجه گذشته زمان نمیشی. اوریج میانگیره اون میانگین اونهایی که میان روی مردم تیوی تلویزیون اینترنتی 1 ساعت و 58 یا 38 که من اصلا تعجب میکنم. ولی شما برید برنامه این دوست ما رو ببینید، میزنه خبره رو دوتاش که میخونه، شما میبینید اینو صبح، شما زودتر از این که اون از خواب بیدار بشه تو غرب آمریکا شما خوندید، خب میندازی خاموشش میکنی میره. این کی میخواد بفهمه؟ تازه هی هم میگه مردم به من گفتن این کار خوبی نیست ولی ما انجام میدیم. آقا مردم مگه نمیگی رأی مردم؟ حالا فهمیدی باید حرف سوربی رو گوش میکردی وقتی که سوربی سال 2001-2002 به تو گفت حرف حرف مردمه؟ مردم هستن که با تو صحبت میکنن، میگن طرف از انگلستان زنگ میزنه میگه آقا اگه خواستی بیای انگلستان مهمون من باش، برای که من یاد میگیرم از برنامه، استاد منه. ولی میگه من یه چیزایی که من به فکرم نرسید تو گفتی یاد گرفتم. شما چی به مردم میدی؟ 30 سال پیش فلانی تو فلان کتاب اینو نوشت، چه کار کرد اونی که اونو نوشت تازه رسید به اینجا؟ بعد میشینی اخبار امروز رو از رو اینترنت میخونی. بله اینترنت وسیله است که کمک کنه به شما دوست عزیز، چون منو قسم دادی ها دارم میگم، و الا گفتم ولش کن دیگه، اینو ولش کنیم که بره سرش بخوره به سنگ. حالا ببین عوض میکنه، ببین یاد میگیره، ببین بلد میشه که آقا شما اگه میخوای بری سر کلاس باید یه چیزایی رو بنویسی. اون صفحه دوم سوم نشون دادم که سفیده، چند تا مقاله رو بنویس، یه چیزایی رو بخون، یکی یکی در موردش صحبت کردی خط بزن، هدلاین نیوز سرتیتر خبرها همینجوری میاد. و آقای کاتوزیان گفت، هنوزم نخوندتش خودش، غلط هم میخونه، بعد یکی زنگ میزنه میگه آقا این غلطه، یکی ایمیل میفته میگه آقا این غلطه. شما اقلا یه چیزی رو بخون وقتی میخوای برای دیگران بخونی، یا به مردم بگو اینو من الان دارم میخونم نمیفهمم یعنی چی. خب بریم سراغ خرس. ببین اینو دارم میگم، از خرس آریزونا میارمتون تو خرس یک کشور دیگه. بریم اینو ببینیم، این چیزیه که شما رو نگه میداره اینجا. این خرسا رو ببینید شما، ببینید هر کسی برای تقاضای خوراک کردن یه جوری، شما میای خونه به مادرت، به خواهرت، به همسرت، به برادرت، به رومیتت، به هم اتاقیت میگی که گرسنه هستن. این خرسای بیچاره یا توی یه باغ وحشی هستن، احیانا باغ وحشی که اینجوری پلو، ببینید چقدر قشنگ با مردم کامیونیکیشن دارن. نگاه حتی ادا در میاره، دهنشو نشون میده خورا. چقدر این آدم هم رو دو پا وایستاده و از اینایی که اومدن اونجا ملاقات، تماشاچی ها، حضار دیدن چی میگن؟ ببین حالا نوبت اون بعدی شد، میگه اینجا رو بده خوراک به من بده و اون یکی و الی آخر. خیلی قشنگه، باور کنید من این رو روی یک صفحه مانیتور دیگه گذاشته بودم و همینجوری گذاشته بودمش روی به اصطلاح لوپ بشه، یعنی هی دور بزنه منم اینجا هی بخندم. بعضی وقتا یه کارایی هست خیلی ساده به نظر میاد ولی خنده داره. خب ببینیم این چی بوده، من اینجا نوشتم مسیجز. آهان یه چیزی من برای شما نشون بدم، اینا یکی از دوستان فرستاده که خب عکسی هست که اینجا بیارمش وسط. آره این عکسه وایس ببینم، نمیدونم اینجام کار میکنه یا نه. نه این عکس عوض میشه، میشه شکلای مختلف، آدمای بد، صدام حسین، هیتلر، بشار اسد، این اون. به این دوستم گفتم خب این که چیزی نیست، شما اگه بخوای میتونی جز این عکسارو بذاری با عیسی مسیح، بعد این عکسی که میره عکسش میشه مثل عیسی مسیح و سعی کنید چیز نباشید، به اصطلاح همون دوگم نباشید، قبول کنید که یه چیزایی رو این هست. اتفاقا برای سنش، برای وضع روحیش و سلامتیش و اینا آدم اولا خوشتیپ بوده، خوشتیپ هست. مثلا خمینی رو شما نمیتونی از قیافش ایراد بگیری، خمینی شبیه شان کانری بود، خمینی رو شما نمیتونی بگی دزدی کرد، کسی که یک پنی نیمد
یکی بگه آقا یه اینقدر پول خمینی بوده، پس اونا رو بذارید کنار و بیاین از چیزای اصلی اگه میخواین ایرادی هم بگیرید. باز بریم اینجا ببینیم این چی بوده. من گفتم مسیجز، آها بله، اینم جالبه، اینم ببینیم. حالا من براتون یه چیزی بگم، این ماجرایی که ما اینا رو نشون میدیم، بعد ما تا موقعی که روی ویمیو میذاشتیم مشکلی نداشتیم. بزنیم اینجا کامرای دو. بله ببینید این عروسی‌های مختلف رو نشون میده توی کشورهای مختلف، بیشترش هم توی ترکیه هست و ببینید که چی میشه. بذارید من به این دوستم بگم که من برنامه زنده دارم، من الان برنامه زنده دارم، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه بعد از برنامه باهاتون تماس میگیرم. مرسی، خدا نگهدار. بله ببینید بعضی وقتا تو عروسی‌ها، مخصوصا من چون میرم فیلم میگیرم، دیدم که بعضی ها از حد خودشون زیادتر میخورن مشروب، بعد خانواده هم بهشون نمیگه بابا بسته، نگاه کن این ورداشته شامپاین توی اون، یا اون گلا رو برمیداره میرسه رو سر اون، یا یکی سبد گل رو برمیداره نمیدونم خوراک میوز چیه. ببینید آخه این چیه واقعا؟ پولی دادن، عذر میخوام، یه چیزی بود اون وقتا میگفتن پول دادن و گوه خوردن و دیوانه شدن. خب این بدبخت این سالن رو که کرایه کرده، من میدونم این سالن ها 7000 دلار، 8000 دلار، 15000 دلار، 30000 دلار کرایه این سالن ها هست. و بعد اون نگاه کن این دوتا احمق، نگاه کن اون کسی که امضا کرده پول داده 15000 دلار، 8000 دلار، بعدم مسئول سیکیور کرده یه پیمنت دیگه ای رو که بعدن برای تمیز کردن اضافه از حد معمول، خب این معلومه که این از حد معمول بالاتره. شما یه سری اسب و الاغ بفرستی اینجا، اینجوری کثیفش نمیکنن که اینا کردن. اون وقت اسم اینا آدمه، اینا با کراواتن، دلشون خوشه، بیا هیچ کی نمیتونه اونجا را بره، آب پاشیدن چی کردن، از این فیلم ها میاد. خب حالا چیه؟ بفرمایید داماد بنده خدا رو میگی سرتو بگی پایین، با شامپاین سرشو میشورن. خب این زیر میز، این هم نمیدونم عرق داره میرزه روز، چه افتضاحیه، چه مسخره بازیه، والا نمیدونم، این فکر نمیکنم مال ایران باشه، چون اونجا مشروبای چیزا اینجوری زیاده. البته گفت دیگه، گفت تو ایران طرف تو نامزدیش حتما مطمئن میشه که مشروب باشه، ولی نامزدی و عروسی و عقد و اینا رو حتما باید شب تولد یکی از ائمه اطهار باشه. ببین نگاه کن توی کفش خود، آخه بگی احمق، اگه کسی هم شنیدی این کارو میکنه، آمریکایی خارجی این کارو میکنه، توی کفش مثلا نامزدش همسرش اینجوری، او هم نه کفش تو که اینقدر صبح تا حالا داشتی میرقصیدی عرق و خدا میدونه جورابت هم چند روز چند روز میشوری. حالا تفاوت برنامه سوربی چیه؟ اینه که آقا این ویکند اگه یه کسی میخواد بره عروسی، اینو دیده باشه، یادش بیاد بابا جون یک لیوان مشروب کمتر بخور، مهمونی مردم، مهمونی فامیل، مهمونی دوستانتو گن نزن. بس دیگه واقعا تا همینجا نه؟ یا بازم میخواییم ببینی آخرین این چه کار، چه کثافت بازی، چه بی آبرو بازی، چه بی فرهنگ بازی. حالا با همینا صحبت کنی، میگم باز اینا ایرانی نیستن، ولی با همینا هم صحبت کنی مطمئنم که اونم از فرهنگ خودشو، از نمیدونم یا اسکندر رو دارن، هر کدومشون یه کسی رو دارن دیگه، ترک باشه آتاتورک رو داره، گریک باشه یونانی باشه اسکندر رو داره، هند باشه نمیدونم مهاتما گاندی رو داره. اونا رفتن، من و تو موندیم با این حماقتامو. شما هم حتما دیدید توی عروسی های ایرانی دعوا میشه، میخورن زیاد فلان اینا بمانه. خب اجازه بدید ما اینا رو یک یکی پاک کنیم که بعد نخواهیم دوباره برگردیم. بازم ممنونم از کوین که این آگهی ها رو که من ازش خواسته بودم لطف کرده گذاشت، حتی با وجودی که یکی دو روز نوشته بود من دسترسی ندارم به اینترنت و اینها، فوری آرشیو و اینا همه رو سر وقت آورد و ردیف کرد و من ازت ممنونم. باز یه بار دیگه این کوین ثابت میکنه اونهایی که داوطلب کار میکنن،
والانتیر کار میکنن خیلی بهتر از اونایی هستن که استخدام میشن و حقوق میگیرن. دوست عزیز سربی هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام و خسته نباشید. سلام عزیزم، شما خسته نباشید، بفرمایید. قربانه. آقا درسته که میگن حضرت موسی در سن 80 سالگی مبعوث شد برای پیغمبری و 120 سال عمر کرد، 40 سال دوران پیامبریش طول کشید. والا از اون سوالایی میکنی که من اصلا خبر ندارم. خب یکی از دوستان که میدونه بیاد خب جواب بده، مطرح کن سوالشو بگیر. چشم جوابشو پیدا کن. چشم عزیزم، ممنونم از شما. چند وقت پیش از احوال آقای موحد پرسیدم، گفتی از آقای فیلاوی خبر میگیرم بهت میگم، نگرفتی تا دیروز تو صدای بی بی سی دیدم مهمان بود و حالش خوب بود. خب خدا رو شکر، پس این دلیلی میشه من برم سراغش. چشم عزیزم، مرسی. بله خدا نگهدارت باشه. این خواهر رضا پهلوی که میگید بزرگتر ازش از دختر فوزیه رو منظورتونه؟ بله عزیزم. آها اون زنده تنون؟ بله بله، تازه به غیر از این یه دختر دیگه هم هست که ادعا میکنه که اونم دختر شاه هست، با آقای سیاوش اوستا یا حسن عباسی هم مصاحبه کرده. اون دختر سوریاش مثل این که آره، یعنی ماشالله شاه از این لحاظ پرکار بوده، چهار تا بچه از خانمه. اون تا فوزیه تا سوریا همسرش بود بچه ای ازش پیدا نکرد. نمیدونم یه ماجرایی هست، بعدن اومده صحبت کرده و میگه حاضرم حتی دی ان ای بدم آزمایش کنی. بله خب مبارک ان شاء الله. مرسی عزیزم. بعد یکی دیگه جلسه قبل میگفت که تو ایران یه تومانی پیدا میشه، آقای سربی یه تومانی 3000 میلیاردش پیدا میشه. آره عزیز من چرا پیدا نشه؟ بله مرسی مرسی. تو دلت بخواد یه تومانی ریخته تو ایران. مرسی. آره قربانت، خدا حافظ. خدا نگهدارت، ممنونم. واقعا دوستان کپی کنید این تماس گرفتن، نوعی که این دوست ما تماس میگیره، سوالاش ردیفه، حرفاشو میزنه، طنزش رو میگه و بارها گفتن چه واحد پولی خوبه، همه گفتن تومن، چون تو هستی و من، ولی دیگه تومن ارزشی نداره. و امروز هم یا دیروز آقای احمدی نژاد ماشاءالله دوباره گل خورده و گفته که این که میگن دلار 1000 رو نمیدونم اینقدر، این قیمت قلابیه و قیمت دلار 900 تومنه. خب آقا بفروش به مردم، به مردم بگو بیاین توی بانک ها، ولی گفته من پیشنهاد میکنم مردم شما بیان پولاتونو بذارید تو بانک و فعلا بانک ها رو قوی کنی. سوال ایه که آیا همون بانکی رو قوی کنیم که 3000 میلیارد یا میلیون میلیارد یا 3000 من میدونم ازش دزدیدن و بردن. بله میگه که سوربی پی آر از ان اینترنشنال او ایراشنال نمبر، ایت مینز ایتس فانکشن پارتنر هیر از پی ال تو 1 میلیون دسیمال پوند. اصلا من نمیفهمم این چیه. ها پای، بابا پای باید آخرش ای بنویسی، پی آی ای عدد پی، فکر کنم پای باید باشه، نمیدونم، همون از کلمه پای میاد که خودمونم میگیم یه پای بده بخوریم از این چیزا. بله میگه که اینو من برای فرید میفرستم، من که نمیفهمم، شما دوتا خوزستانی بیافتید به جون هم دیگه. میگه شما که گفتی 10 عدد رو نمیدونم فلان، فریده که سایپور که 3 شب نخوابیدی، این یک ایرشنال نمبر هست، نمیدونم ولی یعنی شماره قراردادیه چیه، نمیدونم. خب بله ممنونم آقای ریچارد کندی که من گفتم نمیدونم 2 بعد از ظهر یا 11 صبح، ایشون گفته که من 11 صبح فردا با شما هستم. همین الانم بگم که بله جست اوکی من هم الان گفتم. مرسی مرسی مرسی. بفرمام دیگه کجا میخوای بری؟ تلویزیون مردم، اونی که میخواد برنامه بذاره خودش ایمیل میفرسته میگه سوربی گفته بودی که بنده خدا گفت که آقا من کار دارم نمیتونم پنجشنبه 2 بعد از ظهر باشم، چون قبلا گشته بود روزی رو که کار مدرسه و اینا نداره، بعد حالا کار پیش میاد دیگه، ما که ساعتمون رو روی سنگ ننوشتیم مثل حضرت موسی، تازه اونم که مثل حضرت موسی نوشت باز
به پیسی افتاده بنده خدا، کسی رعایت نمیکنه، نمیدونم من شلنات دی، من شلنات فلان، همه کاری همه میکنه، ده فرمانه میگه. بعد ایشون من نوشته بودم که لطف کنید به من بگید که 2 بعد از ظهر فردا یا 11 صبح. ایشون نوشت 11 صبح. خب دوستان عزیز ما خیلی ممنون، میگه که کمک میکنه اگه شما یک ماشین حساب هم بیاری. والا ما یه ماشین حسابی همیشه اینجا داریم، چیز که از پولای ما اینقدر زیاد نیست که ماشین حساب احتیاج داشته باشیم، گاهی وقتی اون زیرا گم میشه. چشم، من یه ماشین حسابم فردا میارم. آقای ریچارد کندی عزیز، میخوای فرید رو دعوت کنیم که شما با فرید چیز کنی. گرچه به فرید گفتم اگر یه وقتی آقای ریچارد کندی یا نبود یا حاضر نبود که با شما چیز کنه، شما میتونید تو ویدیوهای خودت عنوان کنی، ایشون ویدیوهای شما رو میبینه، شما ویدیوهای ایشون رو میبینید، و چه راهی بهتر از این که کامیونیکیشن اینجوری برقرار بشه. ارتباطات، زمان زمان ارتباطات هست. امروز چند تا از فروشندگان میسیس اعلام کردن خانم‌های امراه احمدی نژاد فک فامیل مقدار 200,000 دلار پوشاک زیر زنانه اندرویر خریدن، هیچ لباس آخرین مدلی نخریدن، مدی نخریدن، فقط پوشاک زیر. چه سری در لباس زیر و زیر پوش خانم ها هست؟ من نمیدانم. منبع خبر خانم فروشنده میسیس نیویورک، برنامه امروز صبح آقای میبودی است. خب ممنونم. ببین اتفاقا اونا خیلی بلدن، اونا چون تو خیابون یه چادر مشکی میپوشه مثل کلاغ باید بیاد بیرون، لباسای زیر میخره برای شوهرشو، لباسای یکم حالا بروتر میخره برای مهمونی های شخصیشون. اینا برید ببینید تو پارتی های ایران عکس ها رو نگاه کنید ببینید چه خبره. اینم از این الله ها الها چنان کن سرانجام کار که غارتگرانت شوند رستگار. خب این رو دوست ما نوشته ایران آزاد، و این که غلطه. الله ها، الله که قرار نیست 10 تا الله باشه، الله قرار یکی باشه، پس اون اله ها هست. اگر شعرها رو هم یک کمی میخوندیم چقدر خوب بود. بله اینشون نوشته که براتون بیارم اینجا، همین الان اینو فرستاده، تازه از تو تنور در اومده. بذارید من اینجوری بخونم. الها چنان کن سرانجام کار که غارتگرانن شود رستگار. حاج آقا محمود رضا خاوری با پولهای بیت المال در قصر شخصی در تورنتوی کانادا، این هم عکس منزلش که بیارم براتون بالاتر. لطفاً برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را کلیک کنید. این میبرد توی بی بی سی و یه مصاحبه هست، تلاش برای گفتگو با مدیر مستعفی بانک ملی در محل سکونتش در تورنتو، که این آقا رفته. حالا بذارید من ببینم بیارمش اینجا، یقش رو بگیرم. بله بله، تلاش برای گفتگو با مدیر مستعفی که میگه که یکی از ساکنان منزل محمود رضا خاوری که نسبت خود با آقای خاوری را فاش نکرد، در پی انتشار اخبار سفر محمود رضا خاوری مدیر کل، بیاره براتون بخونم این خبر رو، مدیر کل مستعفی بانک ملی به کانادا روز یکشنبه به شهر تورنتو کانادا رفتم تا شاید با او دیدار و گفتگو کنم. مقامات بانک ملی گفته بودن مدیر عامل این بانک در یک سفر کاری، خب سفر پرکاری هم هست، خیلی دیگه، این همه پول رو ببری اونجا بخوای وسیله بخری، بخوای جابجا کنی. من شنیدم این آقا پسرش گویا چندین شعبه و چیز داره. بله دوستی که سوال کردی درباره عمر حضرت نوح، بگیر که اومد. در زمان نوح تا موسی تقویم دیگری استفاده میشد که مثلا عمر نوح را 900 سال طبق آن گفتند. بعدها تقویم بر حسب هر این حسب رو بعضیا میگن بر حسبه، کدومش درسته من نمیدونم، بر حسب حرکت ماه شد و سپس بر اساس خورشید. ولی یادتون باشه هنوز تو ایران میگه وقتی خواستن اون پسره رو اعدام کنن، آقای عبدالستار دوشوکی گفت که گفتن سنش به سالهای قمری 18 سال میشه و میشه اعدامش کنیم. روزی که ما
داشتیم اینجا نقل اعدام میگفتیم و گفتیم این کار درست نیست، زیر یه سنی اعدام کردن، و بعدش گفتم که ولی توی همین آمریکا هم این کار انجام میشه. یه نفر از اونایی که از من بی سوادتر، از من بی حوصله‌تر، از من احساساتی‌تر، از من متعصب‌تر، از من کله خرتر، فوری برداشت زنگ زد و گفت آقا شما نشستی تو آمریکا نون آمریکا رو میخوری، اولا بنده نون خودم رو میخورم، به یه عده مثل تو هم نون میدم، از بازون دارم به شما هم نون میدم. یک. دوما حسن آمریکا اینه که شما میتونی انتقاد کنی. اگر این حسن اینجا نبود، من فردا رختمو میبستم و تا ملک سلیمان میرفتم و شاید وجود احمقهایی مثل شما در آمریکا اینجا هم به اون روز بندازه، ولی تا اون روز بذارید ما تحمل کنیم. حالا من وقتی گفتم که توی آمریکا هم هستن کسانی که زیر 18 سال هستن و زندانی میشن و اینها، این آقا که مثلا اینم یه چیز دیگه هست، اون وقتا هم گفتن به تریش قباش بر میخوره، یه جوری میخواستن بگن که یعنی این مثلا زنه و به زنها بی احترامی میشه. من باورم بر اینه که اگر زنها خیلی احمق بشن میشن مرد، یعنی ما نداریم زنی که به حماقت ما مردا رسیده باشه. حالا میخواین خوشتون بیاد، میخواین بدتون بیاد، اینجا هستم، آدرس من دارین، هر کاری هم که از دستتون برمیاد بیاین انجام بدین. خب آقایی که زنگ زدی گفتی تو آمریکا نشستی حرف بی خود میزنی، حالا ببین بی خود خودتی، به قول آقای مازندرانی بی خود جد آبادته، بی خود خانوادته، بیا اینجا ببین change.org اینجا هم نوشته، این ایمیل هم برای بنده آمده. Dear Parsa, Christian Fernandez is only 12 years old and in Florida prosecutor نمیدونم Angela Curry has her way, he's never leave jail again. بله ببینید، به این دختره، به این پسر 12 ساله دادن تمام عمر، یعنی تا ابد زندان ابد. چرا؟ برای که به عنوان یک adult، یک آدم بالغ گفتن این جرمی که مرتکب شده اینجوریه. میگه که این سال گذشته با برادر 2 ساله wrestling with his 2-year-old brother، بله با برادر 2 سالش داشته کشتی میگرفته، گردن برادر 2 سالش رو گویا زده شکسته. میدونید که وقتی گردن یکی رو میزنن میشکنن، به احتمال 99% نخاع پاره میشه و اون شخص میمیره. خب حالا آیا جامعه ما، آیا اون شخصی که میاد فوری گوشی تلفن چون شوربی شماره رو نوشته زنگ میزنه، این همت رو داره، این غیرت رو داره که وقتی این رو میبینه زنگ بزنه؟ اگه سوربی باشه اولین کلمهش بگی من میخوام ازت معذرت بخوام، اگه نباشه پیام که میذاره بگه آقا من همون کسی هستم که سواد ندارم، من همون کسی هستم که شعور ندارم، من همون کسی هستم که دوره پهلوی فکر میکردم خیلی میفهمم، پهلوی رو چنان زدم به زمین که نسلش برکنده شد و امروز اومدم عذرخواهی کنم، ولی نداریم ما. و آقای بهمن بی، تا زمانی که ما نداریم توی مملکتمون همچین کسا، اون مملکت مال شما، من نخواستم، بارها گفتم آقا من میخوام وطنم رو بفروشم. ماشاءالله از بس شما وطن پرست هستید، حتی یک نفر نیومده بگه 10 تومن، 10 تومن بگه 10 دلار وطن تو من بفروش، که من روی کاغذی بنویسم من آقا اینجا در آمریکا سهم 1.7 میلیونیوم وطنم رو فروختم با آقای بهمن بیگ، و هر حقی، هر حقوقی، هر پول نفتی که تو دوره شاه به ما میدادن بدین با آقای بهمن بیگ، هر پولی که دوره ای که خدمتکارا قرار بیان از آتلانتا، آقای دکتر عبقری، آقای بهمن بیگ و دیگر دوستان در ایران خدمت کنن و سهمیه‌ای به ما برسه بدید به این آقا. شما میخواین بخرین سهم من رو؟ بفرمایید، سوربی هستم، شما بفرمایید. الو بفرمایید. الو
دوباره زنگ بزنید اون موقع بفرمایید. حالا همون بیرون وایسید، هوا هم احیانا از کالیفرنیا بارونیه، خدای نکرده ممکنه خیس بشید. بله ممنونم. بله این رو هم آقای مایکل ویتنی فرستاده بود که آقای کریستیان فرناندز در زندانی هست در فلوریدا و استیت اترنی همون دادستانای خودمون میشن. خب کتاب سرنگونی جهان اسلام توسط نوشته استاد دانشگاه مصری دکتر حامد عبدالصمد. به تازگی کتابی به نام سرنگونی جهان اسلام. ببین اینجوری برنامه، از فلوریدا یه دم میره تو اسلام. سربی هستن، شما بفرمایید. اینم روش جدیدش. من زنگ میزنم، شما زنگ میزنی، روزگار غریبیست. آقا $2 خرج کن یه تلفن درست حسابی بگیر، مثل این آقایی که زنگ میزنه سوالش راجع به پیغمبران میگه. ولی در رابطه با پیغمبران یه ویدیویی هست که میگه این یکی که میره، فکر کنم آقای امیدوار نشون داد. آقای امیدوار این کارات خیلی قشنگه. مشق قاسم میشنوی یا دوباره بگم؟ به قول شیرازی ها میشنوفی، گوشاتو باز کن، کارت قشنگه آقای امیدوار. فوش ندی، نشاشی، نمیدونم نرینی، این کارا رو نکنی کارت قشنگه، همین کارا رو انجام بده. نشون میداد، گفت طرف امام حسین میاد اینقدر هزار سال خدمت میکنه، امام فلان میاد اینقدر خدمت میکنه. آیا اون موقع هم لابد تقویم عوض شده دوباره اینجوری که این دوستمون میگه؟ سوربی هستم بفرمایید. هلو اینم برای اونایی که میگن تلفن ما اشکال داره، نه تلفن ما اشکال نداره. ببینید اون دوستمون زنگ زد وصل شد. خط دوم هم بهتون گفتم چون برگشتیم به تلفن‌های چیپ نمیتونیم خط دومش رو باطل کنیم، نمیتونیم پیامگیرش رو باطل کنیم. ولی عذر میخوام این حرفو میزنم، یه کارگری یه روز رفت تو قهوه خونه تا میشنست براش یه چای میآوردن، کافه‌های لاله‌زار اینجا، من نمیدونم، من هیچ وقت حتی یه نمایشگاهی تو خیابون لاله‌زار نرفتم، پولش نداشتم شاید. توی یکی از این قهوه خونه تا میشینه چای میارن جلوش. خب اونجا هم که ما میدونیم که تو دوره کوروش و اینا ما پشه و مگس و اینا نداشتیم، از دوره آخوندا پشه اومد. یه مگسی میفته توی چاییش و همینجوری بال میزنه. کارگره صدای شاگرد قهوه چی میزنه، میگه آقا این چیه؟ توش مگس افتاده. شاگرد قهوه چیه؟ میگه آقا یه درون دادی چایی، نگاه اون بر خیابون میکنه، نوشته بوده امشب جمیله مثلا میرقصد، گفته یه درون دادی چایی، میخواستی توش جمیله برقصه. حالا این ماجرای تلویزیون ما اینه، شمایی که اون دوستمون پول 6 ماه تلفن رو میده، اون میگه آقا من همت کردم یکی هم بیاد بگه منم یه نمیده. بدبخت سوربی هم 8 ماه از جیب خودش میده، میشه 14 ماه، اصلا یادم رفته بود. بعد یه دفعه دیدم اینا هیچ چپ و راست ما رو $49 $54 چارج میکنن، همشون هم که اول کردیت کارت رو میگیرن دیگه، شما رفتی you are fudged. دیشب جان استوارت میگفت fudged، این fudge هست که روی کیک و اینا میریزن، به جای اون اف اصلی اون استفاده میکرد. بله به تازگی کتابی به نام سرنگونی جهان اسلام نوشته دکتر حامد عبدالصمد در آلمان پخش شده که در آن تیره روزی اسلام را در 30 سال آینده پیش بینی میکنه. دکتر عبدالصمد این رویداد ناگوار را چنین پیش بینی میکند که 30 سال آینده پس از خشک شدن چاهای نفتی مسلمانان به سوی کشورهای اروپایی و باختری کوچ خواهند کرد. او جهان واپسمانده اسلام را از روی کجندیشی، خشکی مغز اقتصادی و اجتماعی و گرفتاریش به دین و سیاست خوب میشناسد. میگوید که این واپسگرایی و سرازیری تازگی ندارد و از 1000 سال پیش آغاز شده بود که اکنون به واپسین گامه های آن رسیده است. حامد انگیزه آن را باورمندی به دین اسلام می‌داند و می‌افزاید که اسلام هیچ گونه نوآوری و هیچ چیز تازه‌ای را برای آدمیگری انسانیت به بار نیاورده است. این هم ممنونم که دکتر بیژن یگانه لطف کرده بود و فرستاده بود و ما هم اینجا میخونیم. خب بذارید ببینیم که
میگه که آقا فرید مثل همیشه خوب بود، ممنونم. خب ببینید، یه نفر میاد این ویدیوهای فرید رو نگاه میکنه، وظیفه خودش میدونه، یه تشکر خشک و خالی میگفتن انجام بده. خب منم وظیفه خودم میدونم که این رو، من اینجا شدم ادیتور، چیف ادیتور سوربی برای یوتیوب، منم زدم اپروف، یعنی این آدم بیاد داخل. ولی اون احمقی که میاد فوش میده با آقای انصاری، فوش میده با آقای امیر احمدی، فوری یه تیپا هم بهش میزنیم میگیم برو، تا دو روزم همینجوری دستش فلانجاش درد میکنه. خب بریم روی ساعت 4:13 است امروز، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 2 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا و دیگه جای دیگه خودتون حساب کنید. آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور رو داریم که با شما صحبت کنه. اگر سوالی از ایشون دارید با ایمیل من یا با ایمیل خود ایشون تماس بگیرید، ازشون سوال کنید، لطف کنید به خودتون، به دنیا، به انسانیت، به بشریت و اون آخر کارم به سوربی لطف کنید، بنویسید من یک نظر دارم، نظرتون رو دو صفحه توضیح بدید، بنویسید من یک سوال دارم، پرسش دارم، پرسشتون رو بپرسید، ایشون جواب بده، نظرتون رو ایشون میشنوه، دوست داشته باشه عمل میکنه، دوست نداشته باشه از کنارش میگذره. با شناختی که من از این شخص دارم فکر نمی کنم اهل پرخاش، دعوا، غیر منطقی صحبت کردن با هیچ کسی باشه. میگه خب ایشون بیشتر از من میدونه. یادش بخیر آقای دکتر مصطفی هروی. یه دوستی بود علی، توی لاس وگاس بود. آقای علی اگر برنامه‌های دکتر هروی رو اجازهشو داری و میخوای پخش کنیم با ما تماس بگی. اینم از این ماجرا. آقا ببینیم که بله بله، پیام عزیز میدونید که در اسباب کشی بود. این دوستان افغانی وقتی اسباب کشی دارن میگن ما جا کشی داریم، و به پیام گفتم که امیدوارم که جا کشی بهت خوش بگذره، و حالا گویا اسباب کشی کرده. پیام زنگ میزنی یا اسکایپ؟ بذار اسکایپ روشن کنم. تو که اسکایپ داری اسکایپی بیا که اقلا تلفنمون والا اینجوری هی نشه، هی قطع بشه، ندونیم کی هست کی نیست. بیا ببینیم، بیا برویم. خب همون با تلفن اسکایپ بیا ببینیم اسکایپ باز الان، یا میخوای من بهت زنگ بزنم؟ می آدرز. بله بیا کال. عجب دنیایی شده. بفرم تلفنتم بیارم اینجا، میکروفون تو بیارم جلو. آقای می آدرز شما روی خط هستی، روی هوا هستی، چطوری عزیزم؟ آقا ما قشنگ تاچدام کردیم الان زمینی، روی زمینی. خب من آه. چون فکر کردم شما اسباب کشی داشتی یا به قول دوستان افغانی جا کشی داشتی، گفتم که آندر نیستم که. چرا آندر هستی؟ خوبش هم هستی، دوتامون رو هوا هستی. نه من هنوز مشغول چیزم، هنوز اینترنت ندارم، چیز نکردم، طاقت نیوردم. در هر صورت به قول معروف ردیف کردم، با تلفن سریع لاگین کردم، گفتم اگه ممکنه یه عرض ادبی کرده باشیم. من ممنونم از شما، و حتما اینترنت دیدم نوشتی فعلا موبایل اینترنت گرفتم، موبایل گرفتم، یا حتما تا وصل شد که سرعت و ایناش بخونه با اسکایپ بیا و با دوستان صحبت کن. امیدوارم این جمعه اگرم نشد هفته آینده باز با هم باشیم. والا الان هم من میتونم با تو صحبت بکنم اگه میخوام، ولی ویدیو معذورم. نه خب نه، اینی که الانی که صحبت میکنیم، حالا که گیره داوردیم که نمیذاریم بری به این سادگی. خب من فیسبوک تو میارم نشون میدم که اگر دوستان میخوان با شما تماس بگیرن، می آدرز و پیام هست این فیسبوک، فیسبوک من میارم، من ساکت میشم، شما صحبت کنید. آقای پیام عزیز بفرمایید. والا صحبتی نیست، من فقط موندم که چه خبرها. این چند روزه ما آنچنان خبرها رو دنبال نمی کردیم، خبرهای تازه شده. والا خبرهای تازه که مگه ایرانی ها میشه خبری نداشته باشن؟ مهمترینش به نظر من اون صحبتی بود که آقای خامنه ای کرد، و توی برنامه آقای عزیزانم به خوبی نشون داد ویدیو رو، که
آقا حالا یه دزدی هم شده، شما چرا اینقدر کشش میدید؟ خب ول کنید برید به کار زندگیتون برسید. و یه جورایی خداییش طلبکار شده بود از مردم. خب حق داره آقا، حق داره. من یادم مالک اشکان وقتی از علی چیزی دزدیده بود، اون یارو سیاه‌پوسته یه حدیث از حضرت محمد گفته بود، گفته بود بابا دزدی شده دنیا که به آخر نرسیده. خب جالبه، میگم این ماجرای دزدی و اینا چون ببین اینجا اگه اتفاق بیفته رئیس بانک فدرال مسئول میشه، رئیس نمیدونم دادگاه مسئول میشه، اون میشه. توی رژیم های سلطنتی و ولایتی که ما داریم یا داشتیم متاسفانه، اینا میرسه به اون نظر نفر اول و ما میبینیم که نفر اول هم خیلی قشنگ میاد، انگار که مردم آدم نیستن، و میگه خب شده که شده. به نظر شما این مملکت ما درست باشه هست؟ به نظر شما اون چیزی که آقای بهمن بیگ به من میگه که سربی نظرت در مورد یه حکومتی که خدمت گذار مردم باشه، شما هیچ وقت در انتهای این تونل یک نور امیدی میبینی؟ یه دولت خدمتکاری میبینی؟ آیا مثل من بدگمان هستی فکر میکنی اگه اون دولتم بیاد این سربی و پیام اون دولت رو هم خراب میکنن؟ بگو ببینیم چی فکر میکنی. والا اول از همه به نظر من بدگمانی و پسیمیست نیست و یه واقع‌بینیه بیشتر، ولی از طرف دیگه اگه سیستمای دیکتاتوری رو نگاه بکنیم، البته چرا مردم توی حکومت‌های ایران دیکتاتور میشن و یه مسئله بحث جداست، ولی به نظر من سیستمای دیکتاتوری دیکتاتورها مردم رو مایملک خودشون میدونن، در نتیجه مایملک مردم هم میشه مایملکشون، یعنی در واقع مایملکشون، در نتیجه اون پولی که مثلا از بیت المال و اینو حق خودشون میدونن. حالا اینا چطوری به دیکتاتوری رسیدن؟ میگن هر چقدر به قول معروف، البته ببخشید زبان مثلش یه مقدار عامیانه است، سعی بکنم تمیزترش رو من فهمیدم چی میخوای بگی. نگو. هر چقدر دهنو باز بکنی به همون اندازه بهت آش میدن. خوب شد عوضش کردی. آره بله. حالا صحبت فرهنگ ایرانیه. ایرانی همیشه در کادر ظالم و مظلوم نگاه میکنه، یا طرفت بالاتر از تو یا طرف پایین تر از تو. اگه بالاتر از تو مظلومی، تو بردگی میکنی براش. اگر طرف پایین تر از خودت میدونی، ظلم میکنی بهش. هیچ موقع ایرانی نمیتونه 50-50 50-50 با کسی بشینه صحبت بکنه. برای همین من اصلا فکر نمی کنم با این فرهنگ غلط ایرانی ما روزی روزگاری به دموکراسی برسیم، چون که دموکراسی یعنی همه مساوی، همه یه حق دارن، و این یه چیزی که ایرانی جماعت هیچ موقع قبول نمی کنه. یعنی یک شاه اللهی، شاه پرست یا نمیدونم کمونیست یا مجاهد هیچ موقع دگراندیش رو مساوی خودش نمیدونه. یه مثال خیلی ساده بزنم، ما همیشه از شاه اللهی ایراد میگیریم. حالا امروز من یک مثال خیلی ساده از این خشک کمونیستا بگم. این خشک کمونیستا روی فیسبوک، روی یک صفحه که به یاد جانباختگان دهه 60 اینا قوقا کردن که چی؟ که آقا این اکثریتی و توده‌ای که زیر شکنجه جان باختن، اینا جانباختگان دهه 60 نیستن، اینا قربانیان خیانت خودشونن. اصلا این یک چیز واقعا یک مثال، یک نمونه خیلی ساده از عقب افتادگی و کهنه فکری و تنگ نظری این چپ نماهاست، و دلیل اصلیه که نه تنها جریان چپ، بلکه هر جریان روشنفکری در ایران محکوم به شکسته. چرا؟ چون که هنوز ما نفهمیدیم که آقا جو اول از همه باید انسان رو انسان دریابیم، باید به انسان اون حقوق اولیه بشر رو بدیم که هیچ انسانی نباید شکنجه بشه. هر کسی که زیر شکنجه جان باخته به خاطر حفظ عقایدش، به خاطر وفاداری به عقایدش، حالا عقایدش هر چی بوده، اون انسان قربانی سیستم غلطه. این یک چیز، و حتی این روشنفکران، این کمونیستا که به قول معروف میگن ما از همه بیشتر میدونیم، اینها نمیدونن، چه برسه به اون بابایی که میشینه پای صحبت یه آخوند. بعدش ما منتظریم که مثلا این اشخاص مثلا به ملت بی سواد ایران یاد بدن که دموکراسی چیه، که آزادی چیه. اینا میگن حکومت شورایی، و ببینید خودشون چه قوایی به پا کردن که چرا مثلا فلان این چیزا. آقایون فلانی، ما مشکل با
اعضای اکثریت با حزب توده با اشخاص نداریم، مشکل ما با عقایده، عقاید رو باید عوض بکنیم، چون که چه بخوایم چه نخوایم همه ایرانی ها ایرانی هستیم، هیچ کی رو نمیتونیم بگیم شما از امروز بازی نیستی، ایرانی نیستی. در نتیجه ما باید عقاید غلط رو ما ریشه‌کن بکنیم، ما باید خیانت رو از پیکچر، از تصویر بیرون بکشیم. حالا خیلی ببخشید که مثلا اینجا یه مقدار حاشیه رفتم، برگردیم به سوال شما. به نظر من تا اون موقعی که مردم ایران دیکتاتور پرورن، دیکتاتور زاده میشه. حالا خیلی مثال خیلی ساده، این آقای شاهزاده رضا پهلوی هم به میخ میزنه، هم به اسب میزنه، هم به استاب میزنه، یه دونه میزنه تو سر خودش وقتی که صحبت میکنه. چرا؟ چون که میخواد مردم راضی نگه داره، هیچی نه برنامه داره نه چیزی. یه روز میگه من دنبال دموکراسی ام، یه روز میگه آقای مصدق اشتباه کرد، فرداش میاد میگه من خودم سلطنت پارلمانی میخوام، فرداش میگه اگه مردم جمهوری خواستن منم جمهوری میخوام. آقا جون شما چی میخوای؟ درست؟ حالا برگردیم به طرفداران ایشون. طرفداران ایشون میگه من از زمان انقلاب 57 من طرفدار سلطنت بودم، طرفدار ولیعهد بودم. سال 57 که آقای ولیعهد پادشاهی پارلمانی نمیخواست که، پس در نتیجه شما طرفدار سلطنت استبدادی باباش بودی. در نتیجه اگه طرفدار سلطنت استبدادی باباش بودی، در تضادی با سلطنت پادشاهی که ایشون میخواد. یعنی میدونی صحبت چیه؟ صحبت مرغ و تخم مرغ، کدوم اول اومد؟ حالا برگردیم به این مسئله که آقا جون ایرانی و ایران، کی با این دیکتاتوری و دیکتاتور پروری مردم کی باعث چی میشه؟ آیا دیکتاتوری که مردم دیکتاتور پرور کرده، یا مردم دیکتاتور پرورن که هر شخص رو دیکتاتور کردن؟ مثلا نگاه بکنیم رضا شاه، رضا قلدر وقتی که اومد، البته یک مسئله جالب میخوام در مورد رضا شاه بگم که این آقایونی که مثل فرهر و شمیرانی و این آقایونی که از علی دشتی بودن، ایشون اینا باید برن مقاله علی دشتی به اسم سردار سپهخان رو بخونن. و من عمدن دیگه در مورد این چیز صحبت نمی کنم که اجازه میدم به شنوندگان که خودشون برن دنبال این چیز، برن تحقیق بکنن که علی دشتی تو مقاله چی نوشته در مورد رضا شاه. حالا ما چطوری میتونیم طرفدار رضا شاه باشیم و به علی دشتی بگیم شاد روان؟ این یه مسئله. ولی رضا شاه خودش جمهوری میخواست، رضا شاه میخواست آتاتورک ایران باشه. کی باعث شد که رضا شاه سلطنت رو آغاز کرد؟ و کی باعث شد که به قول معروف که رضا شاه تونست قلدربازی که توی پادگان ها یاد داد و به روی آخوندا و مردم؟ اول آخوندا سلطنت رو به اصطلاح نگذاشتن بره جمهوری بشه، بعدم مردم اونو به اصطلاح دیکتاتور کردن. به نظر من دقیقاً حالا این وسط اگر ما به عنوان مردم، حالا این فقط به خاطر دیکتاتوری نیست، همین برمیگرده به صحبت همیشگی ما، زن ستیزی و مرد سالاری. اگر مردم اجازه ندن که یعنی خیلی خیلی ساده بگم، حالا شاید کلی مردم زنگ بزنن از قیافه من ایراد بگیرن که این چیزو میگم، ولی تا اون موقع که ما دولا نشیم، صدای خر در نیاریم، کسی سوار ما نمیشه بگه خرجون را برو. تا موقعی که ما دیکتاتوری قبول نکنیم، ما خودمون دیکتاتور نباشیم، کسی نمیتونه دیکتاتوری بکنه. این تو فرهنگ ماست. مرسی پیام، من عمدن عکست رو گذاشتم، بازم از اون خانمی که گفته بود واه واه این پیام با اون قیافش. خواهش میکنم اگر عکسی از همسرش، پسراش، برادراش داره که خوشتیپتر از پیام باشه، خوشگلتر از پیام باشه، لطف کنه تا من این عکس رو بغل همدیگه بذارم و بذارم قضاوت کنم. پیام هنوزم هیکلت همینجوری این گوچه پسی واقعا؟ والا برو به زندگیت برس، اسباب کشی تو تموم کن و از سون از که حاضر شدی اون برنامه های خودت رو با دوستان داشته باش. من در خدمتم راستی. آقای صوبی، من خواستم اگر اجازه داشته باشم آن دی ایر بهتون بگم که اگر ممکن باشه ما، من از ماه نوامبر میخوام شروع بکنم، اگر ممکن باشه یک به قول معروف یه کامپلیشن، یه مجموعه ای از سکچ هایی برای مردم تیوی پرودیوس بکنم که به زبان عامیانه، من عامیانه منظورم به همون لول آخونداست که با مردم بتونیم این تاچ باشیم، بتونیم با مردم صحبت بکنیم و به قول معروف دیالوگ داشته باشیم. یعنی عکس مار رو بکشی بگی این ماره، اگه بغلش هم سوربی نوشت مار بگی بابا دوتامون درست میگیم، اینجوری.
بستگی داره آقا سعودی، اگه به ما چیزی برسه ما شما رو اسپانسر میکنیم. میگم نه یه سوالی، یعنی چی از اسکچ کشیدن؟ منظورت کاریکاتوره چیزه یا نقاشی های ساده؟ والا من فکر میکنم مشکلات ایران و ایرانی یک چیز نیست. مشکلات ایرانی به مشکلات فراوان، از به قول من مشکلات زنان بگیر، مشکلات کودکان، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، مشکلات تاریخی، حتی مشکلات هنری. در واقع میخوام در یک برنامه نیم ساعت، اگر البته ممکن باشه نیم ساعت، هر چند دقیقه که به من وقت بدین، در اون مدت زمان به چند تا موارد فرهنگ ایرانی به زبان خودمونی بپردازم که در واقع به قول معروف بتونیم یک دیالوگی با نسل جوان، نسل آینده بتونیم آغاز بکنیم. من خوشحال میشم، امیدوارم که دوستان هم با تماس گرفتنشون هم استقبال کنن هم حمایت کنن از برنامه‌های اینجوری. بازم ازت ممنونم. آیا به همین دلیل هست که شما عکس پیکاسو رو میندازی روی فیسبوکه؟ والا اصل مسئله اینه که چیزی که پیکاسو گفته رو من قبول دارم، که گفته هر چی که شما ایمیجین بکنی it's for real. یعنی به قول معروف اگر شما فکرت به جایی برسه دیر یا زود اونو میتونی به دست بیاری. این دلیل اصلیه. ولی حالا دلیل دومی که بعداً من فهمیدم اینه که پیکاسو یه مقدار از زندگی بهتر لذت میبرد که دیگه واسه همون دیگه پیکاسویی شدید. بله خیلی ممنون. پس به امید اینکه پیکاسوی ایرانی رو به زودی داشته باشیم با اون طرحهایی که اسکچ هم تر میشه. خدا بیامرز، ما یه معلم نقاشی داشتیم، پیرمردی بود، بعد میگفت که امروز این رو تر کنی. بعد یکی از بچه‌ها که می‌خواست خیلی زبلوازی در بیاره رفت بیرون، اون کتابای نقاشی بزرگ، یا می‌دونم شما یادت باشه یا نه، اون رو گرفت زیر آب آورد، گفت که آقا ما اینو تر کردیم براتون، و از کلاس انداختش بیرون. در اصلت ممنونم ازت، امیدوارم که به زودی دوستان پیام رو داشته باشیم با همون برنامه‌های معمولیش و بتونه با اون طرح‌های ساده با شما در رابطه باشه. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، اوقات خوبی داشته باشید. مرسی عزیزم، خدافظ. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، این هم پیام. خب دوستانی که زنگ زدید و من با پیام بودم نتونستم جواب بدم، عذر میخوام. امیدوارم روی پیامگیر که میره همون اول قطعش کنید، نذارید دیگه اون حرفاشو بزنه، هی هم شما بگی آی سربی گوشی رو بردار، گوشی رو بردار، چون من باید بعدا برم اینا رو هی یکی یکی ببینم پیامی نیست و پاک کنم. اذیت نکنید دیگه، مردم آزاری هم یه حدی داره. خب بریم ببینیم که من تا 4:45 دقیقه با شما خواهم بود و پس از اون وایس پیام وایس هاز وری لو والیوم. اوکی، نه بعدن آوردم میکروفون رو نزدیک اسپیکر کردم، ساری. اینم دیگه اشکالیه که من آوتپوت صدا رو، آدیو رو نمیتونم ببینم وقتی که اسکایپ رو باز میکنم. حقیقتش تنبلیم شد، میدونی چرا؟ امروز من اینجا الان دیگه 4 تا مانیتور، یکی ممنون از سعید، یکی از مکس. من نمیدونم حالا این مکس همون اسی خودمونه، نه اسی ها اسی، چون قبلا به عنوان مکس با هم در تماس بودیم. از اینا تشکر میکنم، با اون گجتی که اون فرستاد و با اون راهنمایی که اون کرد، من الان 4 تا کامپیوتر رو میتونم با این سوپر دوپر کامپیوتری که داریم را بندازم. وقتی که منتظر یکی هستم اسکایپ رو روشن میکنم روی مانیتور. وقتی که فکر کردم امروز پیام چون اینترنت نداره با تلفن تماس میگیره، اون مانیتور رو روشن نکردم. و بعد که فکر کردم این برای من نوشته من اینترنت موقت گرفتم پس میتونیم اسکایپ رو با آدیو با صدا فقط بریم، عذر میخوام، تنبل بازی در آوردم و روی همین کامپیوتر گذاشتم. و وقتی روی این کامپیوتر میذارم این اشکالا پیش میاد که خروجی صدا رو نمیبینم که چقدر بالا و پایین میره. خب بله، بازم نوشتن که صدای پیام کمه. آقا شاید گوش شما نمیشنم. مرسی، دیر دیدم اینو دیگه، عذر میخوام. خب یه دوستیمونم زنگ زده 4:34 پیام گذاشته، شما اینو داشته باشید. ولی به اون دوست افغانی وقتی میگم که شما زنگ بزن پیام بذار، میگه پیامگیر شما 2 دقیقه بیشتر پیام نمیگیره و قطع میشه. میگم آقا من اینجا پیام 15 دقیقه‌ای پخش کردم، 13 دقیقه‌ای پخش کردم،
پیام 12 دقیقه‌ای خانم مینو ثقفی رو پخش کردم که از اول تا آخرش ناسزا و فحش. چرا راستی میگن ناسزا؟ برای که یعنی اون شخص سزاوار این همه بدی، بدتینتی، دروغی که شما میگید نیست، بهش به خاطر همین میگن ناسزا. و الا بعضیا واقعا فحش هم بهشون بدین سزاوارن. خب اینم از این. بله از ایریا کد 520 که احیانا آقای نمیدونم بزنیم آخه بعضی از این پیامارم پخش نمیدونم، چون آقای حمید نجاری چند روز پیش من تو واشنگتن بودم با من تماس گرفت و گفت که مایل باز بیاد رو برنامه ها صحبت کنه. ازش خواهش کردم تو رو به جدت رعایت کن 2 دقیقه 3 دقیقه و اصلا هم فکر نکن که شما میای اینجا به برنامه من قوام میبخشی، دوام میبخشی. دوام اگر کسی پول بده دوام میبخشه، قوام اگر کسی کمک کنه باز پول بده کامپیوترم رو زیاد کنم، وسیلم رو زیاد کنم، دوربینا رو بکنم 2 تا 3 تا، از این ور اینجوری نگاه کنم پیام اینجوری. این استیون کاربر رو نگاه کنی، استیون کالبرت میگه استیون کالبرت، نگاه کنید شبا از آسمون نگاه بکنه از زمین چی میکنه، این برنامه شو چی میکنه. ولی یه بدبختی هم دوست ما نشسته اونجا هی اینجوری میکنه، آقا شمایی که دیگه چشمت ضعیف شده، شمایی که دیگه 10 سال عینک ضربینی استفاده میکنی، هنوز نباید توی برنامه از عینک اینجوری استفاده کنی. آقای بهبهانی، آقای حسن رضوی، شما باید در حین برنامه یا این عینک رو کامل بزنی اینجوری استفاده کنی، حتی اگه عینک ریدینگ هست، خوندن هست، یا اینکه بری یه عینکی بخری یه 700-800 دلاری 200-300 دلاری خرج کنی مثل این که پایینش برای خوندنه. به قول دوستمون بچهش گفت که گفت بابا داری چی کار میکنی؟ گفت دارم ریدم میکنم، داشت میخوند ریدینگ، گفت دارم فارسی و تیر قاطی کرد برای ریدن. حالا شما هم برای ریدنتون از این عینک پایینش استفاده کنید، از اونجاش با مردم، و الا میان همه تون مثل آقا موشه از اولی که میان این عینک رو گذاشتید اینجا. آقا موشه تو میشی همسر من؟ اگه میشی تو میگو بابا خجالت بکشین، تلویزیونای آمریکایی رو نگاه کنید. همینجا که من با شما صحبت میکنم الان 3 تا عینک دارم، یکی هم اون پشت دارم، وسیلتون رو جور کنید. عذر میخوام این حرف رو میزنم، اون وقتا میگفتن کسی که میخواد یک گوهی بخوره قاشق گوهخوریشو باش میاره. سربی هستم، بفرمایید. الو، بفرمایید. درود بر شما عزیز من، کدوان هاشم نازنی صفاری هستم از بیداری تیوی لس آنجلس. من ممنونم از شما خانم صفاری، من سربی هستم و برنامه زنده است. مایل هستید روی خط صحبت کنید؟ عزیز من شماره تلفنیه که به من دادن به کدوان هاشم زنگ بزنم. نه این هر کسی هست یا اشتباه کرده یا اذیت کرده. ولی خانم صفاری خوشحالم که با شما صحبت میکنم. شما آخرین بار ایمیلی برای من فرستاده بودید که و تلویزیون شما رو بذاریم روی لیست تلویزیون ها. من از کوین عزیز خواهش کردم، دوستان عزیز روی لیست تلویزیون ها و رادیو ها. عزیز من جناب سربی نازنین، نه ما چند ماه پیش به کسی که همکاری میکرد و تلویزیون بیداری رو در واقع به صورت اینترنتی اداره میکرد، در هر حال به هر دلیلی از آسمان از زمین سویچ رو زد و کل هر چیزی هم که با هزینه بیداری تهیه شده بود، چون ما این وریم لس آنجلس و ایشون در شرق آمریکا بود، در هر حال مصادره انقلابی کرد و اکنونم من میبینم چندین سایت به اصطلاح که رسانه ها رو بازتاب میدن هنوز شوربختانه با نام بیداری اون آقا به اصطلاح وصف کرده به برنامه‌ای که خودش داره پخش میکنه و هنوز از نام دزدیده شده رادیو تلویزیون ما که بیداری هست متاسفانه استفاده میشه. یکی از سایت هایی که برنامه ما رو بازتاب داده بود و کانکشن داشت که اون موقع به اصطلاح تلویزیون ما بود و هنوز مصادره نشده بود، سایت مردم بود که من ایمیل زدم خدمت شما و ازتون خواهش کردم که
اگه بیشه من کانکشن جدید تلویزیون اینترنتیمون که به نام بیدار ندای بیداری .com هست رو به اون آیکن بیداری وصل کنید و اون یکی ما مال ما نیست و داره سو استفاده میکنه. خب شما هم ایمیل دادین و فرمودین که با مسئولش من نیستم و به اصطلاح اداره کننده یکی دیگه است که منم دیگه تماسی نگرفتم. نه من به کوین فرستادم خانم صفاری عزیز، به کوین فرستادم و اونم انجام داده. فقط یه سوالی اینجا، یک سوء تفاهمی، شما دیگه نمیخواین اسم بیداری باشه، میخواین ندای بیداری باشه؟ جانم میخواین تلویزیون؟ نه من اصلا بیداری ما هستیم، یعنی رادیو تلویزیون بیداری. الان سالهای ساله به ثبت رسیده است، قانونیه. ما تکسشو میدیم، تکسش اوپنه، پابلیکه، هر کس میتونه بره، حتی روی اینترنت میدونید میتونه به همه چی دسترسی پیدا کنه. و ما کوتاه شده همین بیداری تیوی و تلویزیون اینترنتیمون هم نامش ندا بیداری بود، ولی با همون بیداری که به اصطلاح شناخته شده هست، برنامه های ما چندین ساله تلویزیون اینترنتیمون هم بود که بعد این اتفاق افتاد و مصادره شد و خلاصه هنوزم چندین سایتی که تلویزیون ها و رسانه ها رو به اصطلاح دارن و تو سایت هاشون که مردم بتونن راحت برن از تر رسانه ایرانی استفاده کنن، هنوز نام بیداری رو که وصل هست با اون کانالی که قبلا بوده و دیگه از دست ما بیرونش آوردن، متاسفانه با اون نامه که اصلا یک کس دیگن، با یه مسائل دیگن، با یه برنامه دیگن. بله. الان مال ما ندای بیداری .com که تو سایت خود منم هست و حالا خب دیگه منم از فرصت یه ذره استفاده کنم که شما خودتون لطف کردین با من صحبت کردین. سایت من هست psafari.com که برنامه های خودم اونجا آرشیو میشه و همچنین آدرس تلویزیون 24 ساعته ندای بیداری ما که همه برنامه روشنگری هست اونجا مرتب 24 ساعته پخش میشه و به صورت رادیویی ما اونجا یه لینک داریم و الان هم 2 سال هست که ما ماهواره هم داریم که برنامه هامون چون توان مالی نداریم فعلا تصویری در ایران دیده بشیم، ماهواره ای هم 24 ساعته برنامه های ما تو ایران و اروپا به صورت رادیو. بله به صورت رادیو. خب من ممنونم از شما خانم صفاری. من با این تلفن تصادفی که فکر میکنم در هر حال اون هم میهنی که این تلفن رو داده خواست حتما ما رو اذیت بکنه دیگه، در هر حال من امیدوارم اذیت نشده باشید. من که اذیت نشدم از تماس شما خانم صفاری. خوب بود که با شما صحبت. بله خبر خوب این که این وبسایتی که داریم و اون چیزی که شما فرستادید و بنده برای کوین فرستادم الان در حین صحبت با شما من زدم به دوستان نشون دادم که چه از طریق مردم تیوی دات کام، چه از طریق مردم ریپورت دات نت، هر کسی به اون صفحه تلویزیون ها و رادیو ها مراجعه کنه توی زیر اسم بیداری هنوز اگه کلیک کنه به وبسایت شما میاد و اگه وبسایت های دیگه ای هنوز هستن که دارن یا عمدن یا به اشتباه این کارو میکنن، به نظر من شما براشون یکی یکی ایمیل بفرستید که مدرک داشته باشه. من فرستادم همون موقع چند ماه پیش این کارو کردم. بله من از تو سایت هاشون ایمیل هاشون در بردم، یه توضیح کوتاه دادم و گفتم که چه اتفاقی افتاده و الان این لینک های جدید ما این هست، ولی هیچ ترتیب اثری ندادن. حتی یکیشون هست که دفترشون در برلین آلمانه که من یه تلفنم پیدا کردم انتری ماشینی بود و من مفصل براشون توضیح گذاشتم ولی اصلا اهمیتی ندادن و شوربختانه همچنان با نام دزدیده شده بیداری ما الان برنامه های یک تلویزیون اینترنتی رو که در هر حال دیگه مسئولشون هم خودشه، من اون تا اونجایی که ما میتونستیم و دسترسی داشتیم مثل شما و چند سایت دیگه اطلاع داریم. البته تنها کسی که بلا فاصله تعقیب اثر داد که خیلی هم من سپاسگزارم سایت سهیلی دات کام بود که به اصطلاح سایت درست ما رو که الان هست من لینکشو فرستاده بودم. بله آقای ایمانوئل سهیلی ایشون هم کارش ردیف بله. و درست ناب ایمانوئل که بسیار هم به راستی ایرانی با فرهنگ و بسیار بسیار روشنندیشی هم هستن که من همینجا هم بازادشون سپاسگزاری میکنم. بله ممنونم. در هر صورت من به شما اطمینان بدم که هر دو وبسایت مردم تیوی دات کام و مردم ریپورت دات نت
و اسم شما و کانکشن شما درست هست. من همین الان جلوی مردم نشون دادم، شما بعدا در آرشیو میتونید ببینید. ممنونم از تماستون و خیلی سپاسگزارم، خوشحال شدم جناب سوربی در تلاشاتون کامیاب و طرفراز باشید. مرسی عزیزم، روز خوبی داشته باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتون. شما به همچنین، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز میگه که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. بعضی وقتا این کار حالا زشت اگر کسی انجام داده، یادتونه من یه دفعه گفتم که من چون مزاحم تلفنی اون موقع میومد و اینها، گفتم که هر کسی ایمیل فرستاد شمارشو داد ما تماس میگیریم. بعد همین آدمای عوضی عقده‌ای و اینها یه شماره ای رو نوشت و فرستاد و من زنگ زدم، یک خانم شیرازی که صاحب رستوران بود در کانادا گوشی رو برداشت و ما از طریق این تلفن با هم دوست شدیم. من با خانم پری صفاری اختلاف عقیده بسیاری دارم، ولی میخوام بهتون کار کرد و عمل کرده بگم. روزی که خانم پری صفاری برای من ایمیل فرستاد، نگفتم بابا ولم کن بندازمش سطل آشغال، برای ایشون نوشتم که من مسئول اون کار نیستم. همون ایمیل رو برای کوین فرستادم، کوین بلا فاصله درست کرد و الان شما اگه برید توی چه وبسایت مردم ریپورت دات نت چه وبسایت مردم تی وی دات کام، تلویزیون ها اونجا به این ترتیب اندیشه، آپادانا، بی بی سی، بیداری، که من اتفاقا یه دفعه به کوین گفتم که اینها شده ندای بیداری، گفت نه اگه بری تو وبسایت خودشون اینها میخوان بیداری باشه، که خب این اشکالات پیش میاد در رابطه با استفاده و سوء استفاده. ببینید خانم صفاری، من مطمئنم اگه کسی حتی زیر اسم بیداری زده باشه و من برم قیافه بهکام رو ببینم، بهکام دوست منه ها، اینجام هست، اونم تو همین خیابونه گریت فالز، اونم میزنه خاموش میکنه میاد شما رو نگاه میکنه. شما از این بابت نگران نباش، ولی همین کارو بکنید، توی برنامه‌های مختلف زنگ بزنید، به دیگران بگید، اسم وبسایتشون رو بگید. اونی که تو آلمانه اگه اسمش IR2007ه، همین الان ایمان صفتی، این کار درستی نیست. آقای شایان کاویانی اگر شما میرید یه جایی میزنن رنگارنگ میاد توی تلویزیون روشنگر، این کار درستی نیست. خود شما باید به محسن بگید عوضش کنه. خود بهکام باید اگر خبر داره یه جایی وبسایت یکی دیگر رو لینک کردن اشتباهی عوض کنه. گیرم که 4 روزم 4 تا بیننده رو شما بیاری اینجا. میدونید مثل چیه؟ ببخشید اینو میگم. بچه‌هایی که کرم دارن، مرض دارن، سر خیابون که وای میسن این تابلوها رو میچرخونن. بدبخت شب تاریک پیتزاییه، پیتزا دلیوری که میخواد حالا بچه‌شو بفرسته دانشگاه، یه ماشین خریده میخواد قسط بده، اون کرخری که اذیت کرده حالا نشسته تو خونه‌اش یا برادرش منتظر پیتزا، پیتزاییه میاد این تابلوها رو چرخوندن، به جای این خیابون میره اون خیابون، یه دو سه دقیقه ای فوش میده و دور میزنه میاد بالاخره پیدا میکنه. ولی منظور من اینه، شما 2 روزم تابلو رو عوض کنی، آخرش چی؟ آخرش میدونن آقا ندا مال آقای بهکامه، بیداری مال خانم پری صفاریه. پس شما نگران نباش و ما از همون روز اول، حالا شما کردیت دادی به ایمانوئل سوهیلی، ولی خود ایمانوئل سوهیلی هم میدونه ما هم کارمون درسته، ما به این اون میگیم کارمون خیلی خرابه ولی طعنه میزنیم. به قول این گفت که یه جورایی به طعنه میگیم که بلکه متوجه بشن. 1 دقیقه هم از برنامه گذشت، اجازه بدیم بریم این ویدیوهایی رو که من گذاشتم ببینید و یه موزیک خیلی قشنگه که آقای علی دانیال، ممنونم خودشون این ویدیو رو برای من فرستادن امروز صبح و من پخش میکنم. اونهایی که عاشق فوتبال هستید و ناصر حجازی رو دوست دارید، یادش بخیر، روان شاد و لذت ببرید. تا توی این فاصله من با آقای عقیلی‌پور تماس بگیرم و باز هم از ساعت 5 به همراه ایشون در خدمت شما خواهم بود یا در رکاب ایشون با شما خواهم بود. روز و روزگار بر شما خوش. تا ساعت 5 چند دقیقه دیگه و دوشنبه 2 بعد از ظهر. امروز قرار بود با آقای مسعود امینی، ولی ایشون تو فرانسه است و ما از لحاظ تایم و اینها یه مقداری مشکل داریم. مشکلی نیست، دوستان مشکلش میکنن. قرار بود با ایشون تماس داشته باشیم که وقتی کسی مسافرته، حالا دیگه ما بهش بگیم بشین تو خونه تا ما زنگ بزنیم و اینا، درست نیست. امیدواریم یه وقتی دیگه بتونیم این اینترویو یا مصاحبه رو داشته باشیم. دوستان الان که با شما خداحافظی میکنم، چیزایی که رو کاغذ گفته بودم تموم شد، ولی
قولتون میدم و حاضرم با یه نفر شرط ببندم تا 10 ساعت دیگه براتون چیزایی رو که روی لایو گذاشتم هم نشون بدم هم بخونم. به این میگن برنامه، برنامه گذار. باید ابزار کارتو ببینی، توانت رو ببینی. آقا هر روز نرو بشین جلو اونجا خودتو مسخره کن، یه روز برو کار کن، یه روز بیا اینجا خودتو مسخره کن. روز روزگار بر شما خوش. ببینید موزیک استقلال رو از علی دانیا. علی دانیا یادتونی یه موزیکی ساخت تو مثل گلی، فکر کنم اون بود، گوغا کرد سال 2002-2003. پس شاد و سلامت باشید و ببینید برنامه های تلویزیون مردم رو. مرسی.
با سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی. بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه کوچه هنر هستید. در چند روز گذشته به خاطر برنامه ویژه‌ای که تلویزیون تپش داشت، متاسفانه خبرهایی به ما رسید که آدمی واقعا نمیدونه در موردش چی بگه. استاد سعیدی سیرجانی، این زنده‌یاد، این دانشمند، این نویسنده، این مبارز که به خاطر کتابهاش و به خاطر تفکرش که جز آزادی و رفاه برای مردم ایران نبود جانش را از دست داد، 16 سال پیش میهمان ما در شهر فرشتگان، این شهر لس آنجلس بود. من جزو نادر کسانی بودم که با او مصاحبه داشتم. در ضمن مصاحبه سوالات بسیار از او کردم و عقیدش رو در مورد ایرانیان مقیم لس آنجلس، به خصوص کسانی که برنامه‌های تلویزیونی دارن، پرسیدم. پرسیدم از او که ما که اینجا هستیم ظاهرا تفکر غربی داریم و کسانی که در ایران هستن تفکر شرقی دارن. خیال میکنم که صحبت‌های اون زنده‌یاد بتونه جواب خیلی ها رو بده. با هم دیگه گوش میکنیم. فرمودید که اینهایی که در اینجا هستن فکر غربی دارن و این پیشنهادی که تو میکنی فکر شرقی هست. من میخوام یه تفسیره کوچولویی به گفتتون بزنم. عده زیادی، باز روی جمله تکه کنم چون بعضی هموطنامون در اینجا فارسی رو فراموش کردن، فارسی حرف میزنن ولی حالیشون نیست فارسی طرف چیه، که بنده خدا اصلا لحن طنز و لحن انتقاد و لحن گوشه دارم که بعضی حالیشون نیست. مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. به هر حال اجازه بدید این نکته رو عرض کنم خدمتتون. راجع به فکر شرقی و غربی بود. بله، ایرانی، بعضی ایرانی هایی که در مخصوصا کالیفرنیا و بالاخص لس آنجلس زندگی میکنن، من درشون فکر غربی هم ندیدم. به نظر من نوعی قاراش میشه قربت زده در بعضی ها دیدم، اگر بشه اسمش فکر گذاشت. بعضی ها، معدودی، البته همیشه مردان و زنان دانشمند، متفکر، منطقی همه جا بودن و هستن، اما در بعضی هموطنامون به جای فکر غربی یا فکر شرقی یه مخلوط عجیب و غریبی و آغشته به نوعی دپرسیون غربت، نوعی رنج غربت، که اینا رو به نوعی تعصب کشونده. شماها که پاشورید از ایران گریختید اومدید، از چی گریختید اومدید؟ شما از خشونت تعصب گریختید اومدید. اینجا میبینید عجب از اون ور تعصب افتادن به خیلی بدتر. یعنی اگر مطابق میل او، سلیقه او حرف زدی، آدم خوبی هستی. اگه نزدی، تو حتما عامل جمهوری اسلامی هستی. خب در ایران هم همینه. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشون نبود، گفتی یا کافری، یا مرتدی، یا عامل صهیونیسمی، یا عامل سیاه هستی، یا عامل اینتلیجنس، که بنده الحمدلله هر پنجتاش هستم، یادتون باشه. یادش گرامی باد. در طول تاریخ ایران و تاریخ جهان دیکتاتورهای بسیاری آمدند و رفتند، دیکتاتورهایی که از کشته پشته ساختند، دیکتاتورهایی که دست قطع کردند، دیکتاتورهایی که جوانان رو به دار کشیدند، دیکتاتورهایی که حتی چشم بچه هاشون رو در آوردند و بسیار دیکتاتورهای دیگه. و عجیبه که در مملکت آزادی مثل آمریکا، در یک مملکت دموکراسی، چند نفری هستند که باز دیکتاتوری رو جلوی دوربین ترویج میکنن. وای به روزی که اینها به قدرت برسن. آیا دیکتاتورهای خوبی خواهند بود؟ نمیدونم.